بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و لحظاتی بهتر، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه، برنامه امروز رو شروع میکنیم. برنامه سربی با مردم از واشنگتن، پایتخت آمریکا، پایتخت دنیا. شما هم هر جای این کره خاکی و آسفالتی که هستید، چرا میگنش کره خاکی؟ کره خاکی که هستید میتونید تماس بگیرید با ما هر موقعی از شبانه روز که دلتون میخواد، پیام بذارید و درباره موضوعاتی که ما صحبت میکنیم یا درباره موضوعاتی که صحبت نمیکنیم و شما مایل هستید صحبت کنیم، حرف بزنید، نظر بدید و با هم گفت و شنودی داشته باشیم. امروز جمعه 13 ماه نوامبر سال 2015 میلادی است و برابر است با 22 آبان 1394. و اما به چند تا از دوستان هی قول دادم که این نوشته هاشون، ایمیل هاشون، به اصطلاح اعتراضاتشون، کامنت هاشون رو جواب میدم، ولی متاسفانه گاهی وقتا فراموش میکنم. یکی از دوستان اون روز برای ما یک چیزی فرستاده بود که رضا شاه 6 تا زن داشته، 11 تا فرزند، و این 11 تا فرزند 7 تاش پسر بودن، 4 تاش دختر. وقتی که این رو روی فیسبوک ما نوشتیم، دوستانی از جمله خانم نیر گله کردند که آقا ما کاری به اون شخصی که اینو برای شما نوشته نداریم، ولی شما چرا این رو گذاشتید؟ ببینید دوستان، افرادی که میان اینجا بهش میگن پابلیک فیگر، یا در ایران افراد سرشناس، حالا یا خودشون سرشناس میشن، دوست دارن، یا یه اتفاقی میفته طرف سرشناس میشه، حالا یا مشهور میشه یا منفور میشه، مهم نیست. یکی میبینید 4 تا دختر رو کشته، این معروف میشه ولی منفور هست. یکی معروف میشه، مشهور هست و محبوب هست. این رو شما و من نمیتونیم به مردم بگید دربارش صحبت نکنید. اینها پابلیک فیگر هستن، مردم حق دارن دربارشون صحبت کنن، و وقتی مردم صحبت میکنن، خب شایعات، دروغها، خبرهای چی میگن، بحث و گفتگو و حدیث و اینها هم شایعه، همینجور پخش میشه. شایعه رو دوبار گفتم. در صورت شما خیلی خودتون رو اذیت نکنید. اگر یه شخصی آدم خوبی باشه، به حرف اون دوستمونو، به حرف سربی، این بد نمیشه. اگه یه حرفی، یه آدمی بد باشه، به حرف منو، به حرف اون دوستم خوب نمیشه. یه دفعه یادمه یه مهمونی بودم، یکی از دوستان هی از من پرسید نظرت راجع به فلان تلویزیون چیه؟ گفتم خب به نظر من داره تلاشش رو میکنه دیگه، اونم به حدی که خودش میدونه. نظرت راجع به اون تلویزیون چیه؟ گفتم والا من معامله ای کاری باش نداشتم که مثلا بد حسابی کرده باشه بگم بد حسابه، سر قولش نیومده باشه بگم بد قوله، منم اندازه شما میشناسمش. این دوستمون گفت که میدونی من دیدم بعضی وقتا تو برنامه ها شکایت میکنی، طعنه میزنی، گله میکنی، ولی همیشه من میدونستم تو آدم خوشقلبی هستی. گفتم ای از کجا فهمیدی؟ بعد گفت ما ضرب المثل داریم که میگن که افراد رو اونجوری که مردم دربارش صحبت میکنن شما قبول نکن، طرف رو ببین درباره مردم چجوری صحبت میکنه، از صحبت کردنش درباره مردم قضاوت کن که این شخص خوبیه یا شخص بدیه الی آخر. در اصل ما منتظر بودیم مریم نیر خانم بیاد و به اصطلاح ایشون نوشته بود مناظره، ولی من سعی میکردم که بیشتر ایشون صحبت کنه و من بشنوم، و بعدن من اینجوری بیشتر دوست دارم که وقتی یه نفر صحبت میکنه کاملا گوش کنم، بنویسم، بعد از اون من وقت داشته باشم صحبت کنم. مثلا پریشب آقای مینویی در برنامهشون گفتن که یکی از دوستانشون بهشون گفته درباره تیمسار خاتم و اون آقای قطبی و اون ماجرای گوشت‌های به اصطلاح تاریخ گذشته تو گوشت‌های یخ‌زده استرالیایی که در زمان شاه گویا اینها خریده بودن و استرالیا به اینها گفته بوده که اینها دیگه مصرف به اصطلاح
گوشت نداره برای انسان و اینها رو میتونید به عنوان کود استفاده کنید. اینها آقای مینویی میپرسید اصلا شما کجای دنیا شنیدید که گوشت رو به عنوان کود استفاده کنن؟ آقای مینویی عزیز، حتی در شیراز که شهری بود، حالا ده و اینام نبود، وقتی که مرغی میکشتن، حیوانی نمیدونم برهی چیزی سر میبریدن، اون چیزاش رو تو باغچه و اینها دفن میکردن، میگفتن که اولا پشه و مگس و اینها دور برش نره، دوما میگفتن این یه خوراک خوبی هست، پروتئین کامله برای گل و گیاه. و شما یک کمی آقای مینویی به خاطر این یا ترسی که دارید از دوستان شاه اللهی یا عشقی که ندانسته دارید، همینجوری به قول دوستان دست به عصا را میرید. آقای پرویز مینویی همچنین گفتن که آقا بالاخره مملکت سازمان گوشت داشت، اینها اگر مهر نمیزدن رو گوشت ها که فروخته نمیشد. شما کاملا درست میگی، چون درست میگی منم به خودم اجازه میدم از شما دو تا سوال کنم. سوال یک، آیا مسئول سازمان گوشت آدم خوبی بود، آدم صالحی بود؟ اگر آدم صالحی بود، شما فکر میکردید ایشون جرأت میکرده جلو تیمسار خاتم، جلو آقای قطبی قد علم کنه و بگه که این گوشت ها رو شما نباید تو بازار بفرستید و تاریخش گذشته؟ این یه سوال منه، امیدوارم جواب بدید. سوال دوم اینه که اگه آدم بدی بود، آدم دزدی بود، پدر سوخته‌ای بود، خب اینم که میشد شریک دزد دیگه، با خاتم و با چیز یه کمیسیونی بهش میدادن، گوشت که خوبه، هر آشغالی رو یه مهر میزد و به من و شما میداد. شما این دوتا رو برای من بگید. بعد ضمناً آقای مینویی، من اصلا باورم نمیشه که شما میگید که چیزی رو که فریز میکنن یا منجمد میکنن میذارن توی فریزر تاریخ انقضا نداره. این حرفا چیه قربونت برم؟ شما اینجا بهش میگن فریز برن، یعنی از بس یه چیزی فریز شده سوخته، همین سوخته و برن و اینها، نه که آتیش گرفتن زیرش. شما گوشت رو مثلا میگه گوشت رو اگر با پلاستیک هواشو بکشی، وکیوم کنی، درجه رفریجراتور تو درست نگه داری، 2 ماه، 3 ماه، ماکسیموم 6 ماه میتونی نگه داری. برید بخونید، من براتون این لیست رو میفرستم که مثلا شما خورشت قیمه سبزی یا قرمه سبزی رو مثال زدید، خورشت و قرمه سبزی رو چقدر میشه تو فریزر نگه داری. دوست عزیز، اینجوری نیست که چون یه چیزی رو فریز کردن میشه سالهای سال نگه داشت. و این اطلاعات شما غلط بود و ممنونم که شما اقلا اگر یه چیزی رو اشتباه میکنید، وقتی که یه نفر بهتون میگه میاین میگید. اون روز تو برنامه‌تون گفتید که سوربی با من تماس گرفته، گفته شما که در رابطه با سودهای بانکی 20% گفتید و اینها، اگر 100 دلار بذارید تو حساب امسال آخر سال 120 دلار دارید. چون 20 دلار رو ور نمیداری و امسال انگار 120 دلار گذاشتی، یعنی آخر سال بعدی 140 دلار نمیشه، میشه 140 خورده، چون به اون 20 دلار هم اینترست یا سود میگیره. و ایشون گفته بود در 5 سال پولت دو برابر میشه، من گفتم نه خیر، در 4 سال پولت دو برابر که میشه هیچ، از دو برابر هم زیادتر میشه، مگر اینکه شما هر سال اون 20 دلار سودشو برداری. در این صورت شما 100 دلار گذاشتی، در 5 سال 100 دلارتو برداشتی، ولی 100 دلار الان توی بانک داری. اینم ماجرای سودهای کلانه و سود کلان نشونه این که تورم در اون مملکت داغونه، وضع اقتصادی داغونه. یعنی این که شما امسال اگه یه چیزی رو میخری 100 تا، سال دیگه باید اونها به تو اینو بدن 130 تا که 20% نزولی که از بانک گرفتن، احتمالاً اونی که از بانک میگیره باید بیشتر از 20% نزول بده، چون من میرم حساب میذارم، پول میذارم تو حساب، 20% بانک به من میده. اگه شما اومدی وام گرفتی خواستی منزل بسازی، از شما میگیره 25%، اگه خوش انصاف باشه. شمایی که 25% گرفتی 100 تا، سال دیگه باید این خونه رو بفروشی 130 تا 140 تا این به قول معروف یر به یر بشه، اینجا میگن ایون بشه.
خلاصه اینه که مثلا شما میبینید تو ایران دلار و اینها الان به این مشکلات رسیده جدا. ضمناً آقای مجید از آلمان برای من نشتو سوربی جان، دلار رو دولت آمریکا نمیفروشه. میدونم عزیزم و ممنونم که شما به من اینو میگید، ولی دلار رو دولت آمریکا میتونه باهاش بازی کنه به طوری، به رقمی که هر وقت دلش میخواد دلار رو کم میکنه، ارزون میکنه که مردم چیزای خارجی رو نمیدونم نخرن، چیزای داخلی رو بخرن. هر وقت میخواد دلار رو میبره بالا که قدرتشون زیاد بشه و بازیای زشتی میکنه. اگه یه روزی وقت داشتی مجید جان با هم در این مورد صحبت خواهیم کرد. خب بریم سراغ این. بله خب روز جمعه است، یه مقداری هم دوستان لطف میکنن، عکسایی میفرستن، برنامه‌ای میفرستن که ما هم بعدمون نمیاد گهگاهی یه استراحتی داشته باشیم و این عکس‌ها رو با شماها هم به قول آمریکایی‌ها تقسیم کنیم، یا در میان بذاریم یا نشون بدیم. در صورت این یه عکسش هست که خیلی قشنگ، این پسر دختر بابا دارن ورزش میکنن و نشون میده دقیقاً که هر کاری که ما پدر و مادرها انجام بدیم، بچه‌ها در وهله اول از ما تقلید میکنن. یعنی من نمیتونم سیگار بکشم، مشروب بخورم و به بچه‌م بگم که سیگار نکش، مشروب نخور. و این هم عشق و علاقه بین حیوان و انسان که همیشه بوده و هست. ای داد بر ما انسان‌ها که اینها رو نگه می‌داریم، همچین که چاق و توپل شدن سرشون رو می‌بریم و می‌خوریم و با هزار نوع مختلف میگیم اینجوری کم بپز زیاد بپز، نمیدونم این ادویه رو بهش بزن خوشمزه میشه، یا با بخار بپز اینجور و اونجور. این هم حمام کردن این دختر کوچولو وقتی که وسایل امکانات نباشه، در یک سطل کوچولو مثل خودش آب ریختن و حمام داره میکنه. این هم باز دوستی حیوانات با انسان که اینجا سگها با این آقا دارن میگن و میخندن. و این هم دوستی و محبت حیوانات که کمک میکنن به افراد معلول، و میبینید که این سگها به عنوان سرویس داگز هم به پلیس کمک میکنن، هم به چیز، و حتی اونایی که قش میکنن، سکته میکنن، اینها این سگها زودتر میفهمن. و اینجا نوشته این یکی که سگ جرمن شپر هست و اینها، نوشته اینها خطرناک نیستن اگر ما اونها رو درست به اصطلاح پرورش بدیم. و اینجا هم میبینید که یه بامبی یا چی میگفتیم آهو بره دارن با عشق و علاقه بهش شیر میدن. حتما این مادرش از دست داده تا این بتونه دوباره برگرده به اصطلاح طبیعت و خودش بتونه خودش رو تغذیه کنه. و این هم این کوچولو آمده نشسته اینجا و این اسب با اون زبونش داره صورت این رو لیس میزنه و چه خنده هم از ته دل میکنه. امیدوارم شماها هم خندان و شاد باشید. و اینجا هم این بابا و مامان دارن این بچه ها رو میبرن به مدرسه. این چون خیلی قشنگه، این شتر مرغ هست فکر کنم، بله شتر مرغ، بهتون نشون میدم که جوجه هاشون رو چگونه دارن حفاظت میکنن. این ور وایساده، این ور وایساده و این بچه ها این وسط. یه مقداری ماها هم باید قدر پدر مادرمون رو بدونیم که این بنده خداها چجوری ما رو نگهداری کردن و بزرگ کردن. و حالا که ما بزرگ هستیم، آیا اون کاری که باید برای اونها انجام میدیم یا نه؟ خب بریم سراغ چیزایی رو که شما دوستان فرستادید. همین رو هم آقای مسعود سهیلی فرستاده بود، نوشته بود این خیلی مخصوص دلم نیومد که با شما دوستان در میون نذارم. میدونید که در بین افراد کلیمی، افراد با انصاف، با احساس و به معنی خاص واقعا یا عام انسان وجود داره و زیاد هم هستن و خیلی هاشون فعالیت میکنن حتی برخلاف اون صهیونیست های تندرو. و یکی از اون سازمان ها Jewish Voice for Peace هست، یعنی صدای یهودیان برای
صلح و اینها میان میگن که مثلا اینجا نوشته که آقای نتنیاهو که آمد اینجا و گریه و زاری و ندبه و این دیوار ندبه اونجاست، دیوار گریه و زاری رو با وایت هاوس اشتباه گرفت، میگه که این افکار پلیدی داره و هر وقت که میاد اینجا یک اشکالی برای یه جای دنیا درست میکنه. ما میتونیم بگیم بزرگترین اشکالی که الان برای ایران درست کرد این بود که دوباره اون تحریم 30 ساله رو، هنوز بله 30 خورده ساله رو آقای اوباما تمدید کرد که ایران، روابط ایران و آمریکا حالت اضطراری باید باشه. اینو خبرگزاری جمهوری اسلامی نوشته، واکسن کلسترول ساخته شد. نوشته محققان موفق به توسعه واکسنی شدند که ادعا می شود یک شیوه ارزان و کارآمد برای کنترل کلسترول هست. یعنی من نمیدونم حالا این شرکت هایی که این همه قرص های ضد کلسترول به ما میفروشن شب و روز باید بخوریم، میان حاضر بشن که ول کنن و با یه واکسن ما رو از به اصطلاح مشتری های خوب خودشون خارج کنن، نمیدونم. دوستان اگر برنامه ما رو میبینید لطف کنید به ما بنویسید از طریق ایمیل که صدا و تصویر ما در جاهای مختلف دنیا به چه صورت هست. در یکی دو هفته آینده ما داریم باز دستگاه ها رو جدید میکنیم، عوض میکنیم. شماها که همت نمیکنید، خودمون باید با جیب خودمون اینها رو هی عوض کنیم، جدید کنیم، و اگه جدید نکنیم خب عقب میمونیم، صدا و تصویر بد میشه و اینو وقتی که داریم عوض میکنیم شماها باید به ما هی بگید که چگونه است تا ما مطمئن باشیم و کارمون رو درست انجام بدیم. آقای سهراب چمنارا یک نوشته ای رو ارسال کردن برای دوستانشون، نوشته از روانشناسی پرسیدن بهترین الگو برای پیروی در زندگی چیست. من نمیدونم این منظورشون برای پیروزی بوده یا بهترین الگو برای اینکه ما پیروی کنیم، دنبال کنیم. در صورت هر دوش میشه گفت. جواب اینه، کودکان بهترین الگوی من و شما هستند. گفتند کودکان که هیچ نمیدانند. گفت سخت در اشتباهید. کودکان 6 خصوصیت دارند که نباید هیچگاه فراموش کرد. اول اینکه همیشه بیدلیل شاد هستند. بعضی هاشون هم بیدلیل اخمو و گریان هستند. دوم اینکه همیشه سرشان به کاری مشغول است. سوم اینکه وقتی چیزی را میخواهند تا به دست نیاورند دست از اصرار بر نمیدارند. چهارم اینکه به هیچ چیز دل نمیبندند. پنجم اینکه وقتی با هم دعوا میکنند سریع آشتی میکنند و از هم کینه به دل نمیگیرند. و ششم اینکه به راحتی گریه میکنند. پس بیایید کودکانه زندگی کنیم. هرچند این الگو خوب و عالی است، ولی بهتر است این افکار کودکانه را به یاد داشت ولی رفتار کودکانه نداشت. نقل از میترا و جواد. من نمیدونم حالا میترا و جواد کیم، این بنده خدا هم که اسم نوشتن اینجوری شدن میترا و جواد، دو نفر آمدن یه نوشته رو نوشتن با هم. و اما میدونید که توی فیلمایی که داعش و اینها بود این چند ماه گذشته، هر وقت یک احمقی میخواست بیاد و سر این بیچاره های اسیر رو ببره، یک جوانی با لهجه انگلیسی میومد و صحبت میکرد. این جوان اسمش به نام جان جهادی شناخته شده و نوشته که آمریکا جان جهادی را در سوریه هدف گرفت. بذارید من این رو از بی بی سی دارم براتون میخونم، با هم ببینیم و با هم بخونیم. گفت که با هم، بله، آمریکا جان جهادی را در سوریه هدف گرفت. وزارت دفاع آمریکا میگوید که نیروهای این کشور در حمله با هواپیمای بدون سرنشین پهباد یک پیکارجوی گروه موسوم به دولت اسلامی داعش به نام جان جهادی را هدف گرفتند. پیتر کوک سخنگوی پنتاگون در بیانیه‌ای گفت که نیروهای آمریکایی او را
به جان جهادی را هدف گرفتن. یک مقام ارشد نظامی آمریکا به بی سی گفت که به احتمال خیلی زیاد محمد انوازی در این حمله کشته شده است. با وجود این دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت که هنوز از کشته شدن محمد انوازی اطمینان ندارد. بر اساس بیانیه پنتاگون انوازی شهروند بریتانیاست و در ویدیوهایی دیده شد که قتل استیون ساتلاف و جیمز فولی خبرنگار آمریکایی، عبدالرحمن کاسک امدادگر آمریکایی، دیوید هنگز و آلن هنگ امدادگران بریتانیایی، کانجی گوتو خبرنگار ژاپنی و شمار دیگری از گروگان‌ها را نشان می‌دهد. بعد دوباره میگه که یک منبع آگاه در وزارت دفاع آمریکا به بی بی سی گفت که حمله به یک اتومبیل پس از ردگیری دقیق آن در طول زمان انجام شد. انوازی شهروند بریتانیایی متولد. من نمیدونم اینا چرا هی تکرار میکنن اون سرتیترش که سه بار مینویسه بالا و پایین و پاراگراف دوم. بابا سه بار تا حالا گفته این شهروند بریتانیاییه. خب اولین بار در یکی از ویدیوهای داعش در حال بریدن سر جیمز فولی خبرنگار آمریکایی دیده شد. اعضای سابق داعش میگویند که جان جهادی 2.5 سال پیش برای اولین بار وارد سوریه شد. در فیلم‌های بعدی او در حال بریدن سر استیون ساتلوف روزنامه‌نگار آمریکایی و دوباره همون اسامی رو برده، آلن هینگ راننده تاکسی بریتانیایی و عبدالرحمن و امدادگر آمریکایی دیده شده. سفرهای محمد انوازی قبل از رفتن به سوریه. خب این رو هم برای مردم گفتن، حالا چه فایده برای من و شما داره نمیدونیم. و دیدید که توی خبرها 30 بار اعلام میکنن که نفر دوم رو کشتیم، نفر اولم از بین رفته و همینجوری دوباره نفر دوم میاد، دوباره نفر اول میاد. و اما امروز یکی از دوستان برای من یه ویدیویی رو فرستاده بود که این کلاس هایی رو که من به دوستان میگم منو یاد کلاس های اکابر میندازه. یه چند نفر همه هم مهندس و دکتر نشستن، آقای میبودی هم نشسته اونجا و این دوستان که همه هم از لحاظ سنی حالا نگیم اکبر هستن ولی میان سال هستن دیگه، سالمند هستن، بحث میکنن و این بحث ها هم از این بحث هایی که به قول معروف اگر 100 ساعت از این بحثا رو ببریدم یه دکون بگی که یه نون توست یه نون بربری به من بدی کسی نمیده، ولی برای گذران وقت خوبه. دیدم که یه ویدیویی رو توی افغانستان چند هفته گذشته دیدیم که یه خانمی توی استادیوم آواز میخونه و اینها، افغانی ها هم خیلی خوشن، ایرانی ها هم که ببین تونست ما نتونستیم، ببین افغانی ارزه داره ما نداریم، خاک این تو سر من خاک اون تو سر اون، یه مش به هم فوش دادن دوباره برگشتن با تنبون دنبال عرق و آبجو و اینها. و این بحث اون قسمت این برنامه آقای حمید میرزا آقاسی و آقایان دیگر و آقای میبودی این بود، آقای میرزا آقاسی یه بحثی رو خیلی قشنگ باز کرد، اونها به دلیل تعصب دقت نکردن. آقای میبودی هم که آقای میبودی قربونت برم هم شهری عزیز، شما تو آمریکا تو کالیفرنیا با آقای آقاسی اجازه نمیدی، بهش میگی شما حق نداری. آقا این حق رو کی به شما داده که به این بدی یا ازش بگیری؟ آقای میبودی یکم کتابی، حالا اگر دوستان افغانی در اون تلویزیون برنامه دارن شما نگرانید یه وقت برنامهشون قطع بشه اینها، ولی دوست عزیز شما با این کار چهره خودت رو خراب میکنی. خب منی که فکر میکنم میبودی دو تا بحث خوب گذاشته، حالت مجریگری بلده و فلان اینها، یه دفعه شما میای به یه نفر که داره نظرش رو میگه، میگه آقا به نظر من اینهایی که نشستن اینجا توی این سالن، بیشتر توی سالن نه توی استادیوم، همش هم مردن، اینها زناشون در منزل، حتی در منزل باید روسری و نمیدونم اون یکی دیگه چیه این حجاب افغانی ها، اون سرشون باشه. بعد ایشون یه سوال ساده ای از شماها پرسید که هیچ کدومتون جواب ندادید، گفت به نظر شما هیچ کدوم از این زنهای مردایی که اونجا هستن حاضر هستن که زنشون یا دخترشون مثل این خانم بیاد برقصه جلوی این همه آدم نامحرم؟ بعد شما میگه آقا اینا ایرانی نیستن، اینا افغانی هستن، شما حق نداری درباره افغانی ها. آقا شما چه کاره هستی؟ شما نماینده افغانی ها هستی؟ عجب آقای میبودی واقعا.
آقا جون یکم برنامه کمتر بذار تو این تلویزیون های مختلف، برنامه های خودتو نگاه کن. در اصل آقای عباسی یه توضیح داده که بنده خدا دو سه بارم گفت اونجا، گفت مثل که من منظورم رو نمیتونم درست به شما بگم، منظور من این نیست، اصلا مورد نظر من این دختره که داره میرقصه آواز میخونه نیست، صد تاش اینجا میان آواز میخونن میرقصن، نظر من اینه که اینایی که نشستن اینجا تا دیروز اونجا اگه سر میبریدن اینا دست میزدن کف میزدن. بعد آقای میبودی، مگه ما رفتیم آدم از خارج وارد کردیم؟ همون آدمایی که تو جشن چهارم آبان برای شاه کف میزدن دست میزدن، همون آدم ها تو خیابون وای میسن اعدام تماشا میکنن. آقا خود من اول انقلاب تو ایران شاهد بودم که اینایی رو که شلاق میزنن، که من اولین نفری رو که دیدم شلاق زدن یه بقالی بود دوغ فروشی و اینا دم دروازه کازنون داشت، و این یکی از اونایی بود که خیلی هم فعالیت میکرد برای انقلاب. یعنی ما چون سرباز حکومت نظامی بودیم میدیدیم که این یکی از فعالین هست. اولین نفری رو که من دیدم این بود، و من همون روز از این حکومت و اینها متنفر شدم که بابا شما که آمدید گفتید الیوم یوم المرحمه، الان دارید ملحمه میکنید. ملحمه کشت و کشتار و قصابی و اینها هست. لحم حلال وقتی مینویسه یعنی سرشو حلال بریدید. اینم از این ماجرا. خلاصه آقای میبودی یکم ما رو از خودت ناامید کردی، امیدوارم بتونی با برنامه‌های بهتر یکم برگردی. و آقا شما حق نداری، چیه ایشون حق داره هر چی دلش میخواد بگه. شماها حتما میدونید که من یکی از طرفداران پرپاقرص فریدون مشیری هستم که ایشون همچون فوت شد باید بگیم روان شاد و یادش گرامی باد. من اصلا برنامه‌های رادیو تلویزیونی رو با اون شعر انسان و گفت گرگ، انسان و گرگ شروع کردم که گفت پیری، الان یادم نیست تمام شعره ولی اون موقع همه رو از حفظ میدفتم. خلاصه در جوانی گرگ نمیدونم خودت رو بکش، اگر نه اون گرگ وقتی با تو پیر شد اون وقت گرگ پیر از انسان پیر خیلی قوی تر و موزی تر و اینها هست. و فریدون مشیری خیلی راحت شعر میگفت و خودش هم چقدر قشنگ بیان میکرد، و شعری هم که میگفت شعری نبود که مجبور شده باشه به خاطر اینکه حالا قافیه جور بشه نمیدونم جفنگ میگفتن قافیه به تنگ آید شاعر به جفنگ، جفنگ نمیگفت. میگه که دل که تنگ است کجا باید رفت. اسم این شعر خانه دوست بود. شما کجا میرید وقتی که دلتون تنگه؟ دل که تنگ است کجا باید رفت؟ به در و دشت و دمن، یا به باغ و گل و گلزار و چمن، یا به یک خلوت و تنهایی امن؟ دل که تنگ است کجا باید رفت؟ پیر فرزانه من بانگ برآورد که این حرف نکوست، دل که تنگ است برو خانه دوست، شانش جایگه گریه تو، سخنش راه گشا، بوسش مرهم زخم دل توست، عشق او چاره دلتنگی توست. دل که تنگ است برو خانه دوست، خانهش خانه توست، باز گفتم خانه دوست کجاست؟ باز گفتم خانه دوست کجاست؟ حالا میاد تعریف میکنه. گفت پیدایش کن، آنجا پر از مهر و صفاست، صبح امروز کسی گفت به من تو چقدر تنهایی، گفتمش در پاسخ تو چقدر حساسی، تن من گر تنهاست دل من با دلهاست، دوستانی دارم بهتر از برگ درخت که دعایم گویند و دعاشان گویم، یادشان در دل من، قلبشان منزل من، صافی آب مرا یاد تو انداخت. رفیق تو دلت سبز لبت سرخ چراغت روشن، چرخ روزیت همیشه چرخان، نفست داغ تنت گرم، دعایت با من روزهایت پی هم خوش باشد. فریدون مشیری. ممنونم از علی شیرازی که این رو فرستاد و بسیار متشکرم. میدونید که زبان فارسی همون جوری که یه سری اشکالات داره یه سری هم محاسن داره. یکی از محاسنش اینه که شما توی هیچ زبانی نمیتونید چند تا فعل رو بذارید بغل هم و ازش یه جمله بسازید. حالا این دوستمون هر کی بوده این رو من قبلا هم دیده بودم، آمده نوشته فقط در زبان فارسی هست که میشه 19 تا فعل رو کنار هم گفت
یکی بخواد اینو به انگلیسی ترجمه کنه، ربات صلیبی مغزش پاره میشه. حالا اونا چی هن؟ میگه داشتم میرفتم، همش فعل ها، داشتم میرفتم دیدم گرفته نشسته، گفتم بذار بپرسم ببینم میاد نمیاد، دیدم میگه نمیخواد بیام، بذار برم بگیرم بخوابم. نه فاعلی، نه مفعولی، نه قیدی، نه صفتی، فقط 19 تا فعل باهاش جمله ساخته بود. و اما درباره زین العابدین عبدالکلام که مدت 5 سال رئیس جمهور هند بوده، این رو یکی از دوستان نوشته و شما بخونید خودتون با رهبرای دوره قاجار، دوره پهلوی، دوره اسلامی مقایسه کنید، ببینید اون کجا اینا کجا. من که دوره قاجار نبودم، من که دوره رضا شاه هم نبودم، من دوره محمد رضا پهلوی بودم و دوره این آخوندا. من میتونم این رو با اون دوتا مقایسه کنم. شما 100 تا سلسله رو زیر خاک کردید، با اونها مقایسه کنید. میگه زین العابدین عبدالکریم به مدت 5 سال رئیس جمهور هند بود. او چند ماه پیش در سن 83 سالگی درگذشت و ملت هند را به عزای خود نشاند. تلویزیون ملی هند دارایی و ثروت او را اینچنین اعلام کرد: 3 عدد کت و شلوار، 6 عدد پیراهن، 1 ساعت دستی، 2500 جلد کتاب، 1 آپارتمان دولتی که مدتها پیش به جامعه دانشمندان هند تحویل داده شد، حساب بانکی موجودی بانکی 0، تنها دارایی او دعای 1.5 میلیارد جمعیت هند که همراهش بود. حالا خانم فعلای پهلوی میگه ما که داشتیم از مملکت میمدیم بیرون که برگردیم برای معالجه، بعد تو همون برنامه خودش میگه ما جواهرات رو دادیم به هندیا برامون بفروشن، هندیا خوردن و بردن. آقا خانم آخه دروغ میگی؟ میگن دروغگو کم حافظه است، یکم روی حافظت کار کن. اینم از این. و اما ایران شهر یه خبری رو نوشته، اگه اشتباه نکنم ایران شهر آقای خلیلی روزنامه همین به اصطلاح شرکت کتاب و اینها است. متاسفانه این دوستان هم وقتی خیلی درگیر میشن با یه دست 100 تا 10 تا هندونه میخوان بردارن، خب دیگه اون دقتشون رو از دست میدن. نمیدونم فارسی من بد شده یا نوشتن و جمله بندی این دوستان. خب نوشته اولین فرمانده نیروی هوایی ایران پس از انقلاب در آمریکا درگذشت. دوستان یعنی چی؟ یعنی این آقا اولین فرمانده پس از انقلاب نیروی هوایی جمهوری اسلامی بوده، یا این آقا اولین فرمانده نیروی هوایی پادشاهی بوده که پس از انقلاب هم بوده بعد در آمریکا درگذشته؟ اگه یک کسی میتونه این فارسی رو برای من به فارسی لوری، به لوری ترجمه کنه که من بفهمم، ممنون میشه. خب حالا میایم زیرش بخونید ببین چی نوشته. دوستان به خدا فکر نکنید من از خودم در میارم، ما میگم شاید فارسی من خراب شده. تیمسار سپهبد شاپور تو پرانتز عبدالله آذربرزین، نخستین فرمانده نیروی هوایی ارتش ایران پس از پیروزی انقلابیون در زمستان 1357 خورشیدی، شامگاه جمعه 8 نوامبر 2015 در جنوب ایالت کالیفرنیا در آمریکا دیده از جهان فروب است. دوستان این جمله درسته؟ جمله به این طولانی؟ اون وقت چی گفت؟ در زمستان 1357 خورشیدی، شامگاه جمعه 8 نوامبر. بذار ببینم اصلا نوامبر 8 نمیشه، 8 میشه یک شنبه. دوست عزیز ببینید وقتی بهتون میگم بی دقتن، بیان پایین تر. سپهبد آذربرزین در سال 1308 خورشیدی در شهر خرم‌آباد در غرب ایران دیده به جهان گشود. خب اگر اینشون 1308 متولد شده، 1357 ایشون 49 سالش بوده. حالا شما به من بگید آیا این اولین فرمانده نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی بوده تو 50 سالگی، یا قبلش بوده، چی شده؟
خلاصه از نوجوانی به دلیل سلیقه نظامیگری ببخشید به دلیل سابقه هم نوشته سابقه نظامیگری خانوادهش جذب ارتش شاهنشاهی ایران شد. این فرمانده پیشین نیروی هوایی ارتش ایران دوره تخصصی پرواز با هواپیمای جنگنده و همچنین دوره تخصص در آموزش خلبانی را در ایالات متحده آمریکا گذراند و پس از بازگشت به ایران برای نزدیک به دو دهه در سمت‌های چون فرمانده پایگاه دسپور، معاونت عملیاتی جانشین نیروی هوایی ارتش شاهنشاهی خدمت کرد. سپهبد آذربرزین پس از پیروزی انقلابیون در 24 بهمن 1357 ببینید همه چی رو اشتباه غلط، آقا پیروزی انقلاب 22 بهمن بوده، از سوی شورای انقلاب به فرماندهی نیروی هوایی منصوب شد و برای یک دوره کوتاه 12 روزه فرماندهی نیروی هوایی ارتش را به عهده گرفت، اما نتوانست شرایط حاکم بر فضای سیاسی دست ببینید دوستان اما نتوانست شرایط حاکم بر فضای سیاسی دستگیری و اعدام گسترده همکاران خود را تحمل کند. از همین رو از فرماندهی نیروی هوایی کناره رفت که منجر به بازداشت او شد. او پس از تحمل چند ماه زندان به سفارش مهدی بازرگان آزاد و بلافاصله از ایران خارج شد و در سالهای گذشته در جنوب کالیفرنیا سکونت داشت. آقای آذربرزین در سالهای پایانی عمر خود با پروژه تاریخ شفاهی ایران همکاری داشت و بخشی از اظهارات وی در مجموعه تاریخ شفاهی ایران با واکنش منتقدانش مواجه گردید. حالا چرا با واکنش منتقدانش؟ دوستان ایشون که بیشتر شاه اللهی بودن از ایشون ناراحت شدن که آقا این چرا داره حقیقت تلخ دوره به اصطلاح پهلوی رو هم میگه، که میگه آقا این بود ما رفتیم آمریکا دوره دیدیم، اما تا میگه اما چهار تا شاه اللهی میشن شعبون میمخ. و اما کاکا جون اسامی دکترهای خاندان آریانپور، اون روز ما درباره آقای آریانپور صحبت کردیم، از خانم مینو ثقفی خواهش کردیم که بره تحقیق کنه درباره این آقای حسین کمپانی. خانم ثقفی تا امروز با من تماس نگرفته، احتمالاً یا کامپیوترشون اشکال داره یا برنامه ما رو نمی‌بینن، یا به احتمال زیادتر آقای حسین کمپانی به ایشون گفته آقا ول خانم ول کن، اینها اصلا قابل نیستن، این چیزها رو نگو، شما هم مثل من برو همینجور قایم باش. ولی خانم مینو ثقفی چیزی نداره که از کسی پنهان کنه، آقای جاوید ایران حسین کمپانی. اگر شماها هم حسین کمپانی رو میشناسید، عکسی ازش دارید، سابقه ای دارید، برای من ارسال کنید، چون ایشون مثل کرم زیر خاک زندگی میکنه. اسامی دکترهای خاندان آریانپور: امیر حسین، امیر اشرف، جهانگیر، جمشید، کوروش، منوچهر، جان، دیوید، مری، ایرج، نادر آریانپور، مرتضی مشایخی، مهرداد مشایخی، آرمان، کوروش شریف، برت دلینپو یا منوچهر کمالی، آرش، حسین کیوان، رضا تهرانی، پرویز نیلوفری، آرمین یزدی، شیخ الاسلام زاده و بابک. فقط با خاندان دیگران مقایسه کنید. من امیر هوشنگ آریانپور را ندیدم و از طریق شما و تلویزیون مردم با ایشون آشنا شدم. بسیار خوشحالم که تلویزیون مردم این کار را انجام داده و این همه آدمای دروغگو را این ورور این تلویزیون‌ها به شما معرفی کردن. اقلا ما بتونیم 4 تا انسان شریفی که چون دلشون برای مملکت سوخت و دیدن که اگر صدا ندن مملکت به قول پسرعموی ما روی هوا میره، صدا دادن و از مورد غضب حکومت شاه به دلیل اینکه شاه هم کم سواد بود هم قلدور میخواست بازی در بیاره قرار گرفتن. پاپی speak out at last too little too late. بالاخره میگن این پدر جب بوش آمده صحبت کرده. این عکس احتمالاً مال قدیمه، چون الان ایشون باید روی صندلی چرخدار بشینه، گردنش رو نمیتونه نگه داره، گردنش رو با این سپورت یا این چیزایی که حمایت میکنه نگه میدارن، وضعش خیلی بده. و کار جب بوش فکر کنم از این که باباش بیاد براش صحبت کنه گذشته. و اما یه دوستی
روی فیسبوک یه چیزی نوشته بود، واقعا آدم این نوشته ها رو که میخونه، ببخشید خب درسته آزادی هست، آدم باید حرف بزنه، ما مثل آقای میبودی نمیگیم آقا شما حق نداری حرف بزنی، ولی بعض وقتا آدم میگه که خب آدم حرف نزنه بهتر از اینی که حرف بزنه. این دوستمون آقای شاهپور، شاهپور شاهرخی صدر، من دوبار با ایشون مصاحبه کردم اگه اشتباه نکنم، ایشون نوشتن که دوستان توجه کنید که خود نوشته زد و نقیزه، نوشتن در دوران خدمتم در ارتش شاهنشاهی ایران کشورم به حدی قدرتمند بود که به شاه یعنی صاحب بیچون و چرای آن ارتش لقب ژاندارم منطقه را داده بودند. آقای شاهرخی شما باید خجالت بکشی که بگی ارتش شاه صاحب بیچون و چراش بوده، ارتش باید مال ملت باشه، باید مال مردم باشه، ولی خوشحالم که در نوشتنتون شما یه چیزایی رو میگید که معلوم بشه که چرا امروز به اینجا رسیدیم. همینی که شاه ارتش رو یه جوری کرده بود که شماها فکر میکردید بنده زرخرید اون هستید، این نشون داد که ارتش ملی نیست، ارتش شاهنشاهی بود، وقتی شاه فرار کرد ارتش هم در رفت. و اما به اون یعنی صاحب بیچونه چرای آن ارتش لقب ژاندارم منطقه را داده بودند، به شاه گفته بودند ژاندارم منطقه. اولا ژاندارم منطقه ممکنه از لحاظ آمریکا و فرانسه و کشورهای دیگه این باشه که یعنی قدرت داره، ولی از لحاظ من و توی ایرانی همیشه میگفتن ژاندار مرغدوز، یعنی این بیچاره های ژاندارم رو به دلیل اینکه توی دهات و توی کوره راه ها و این ور و ور منتقل میکردن، هیچ امکاناتی نبود، حقوق دولت کافی نبود، اینها مجبور میشدن از افراد ده باج بگیرن، دزدی کنن، مرغ دزدی کنن تا اموراتشون بگذره. تا همینجا بسه یا بازم برات بگم آقای شاهرخی که شما اگه ننویسی بهتره؟ این الان 37 سال خاک آمده رو اون کثافتا پوشونده، همش نزنی، بوی گندش هم خودتون رو خفه میکنه هم ملت رو، اون وقت مردم مجبورن بگن پیف پیف بو میده، بعد شما هی میگی که نببین آقا هیچ کس دشمن شما نیست، شما خودت داری میگی. اوکی. در آن ایام صدام حسین آرزوی دست نیافتنی برای حمله به ایران را در دل سوختش داشت، اما به شدت از ارتش ایران میترسید. اکنون وقتی به پشت سر نگاه میکنم میبینم با تمام آن قدرتی که داشتیم، بهتون میگن ضد نقیض، نگاه کنیم، با تمام اون قدرتی که داشتیم وقتی آمریکا تصمیم به آوردن اسلام آمریکایی گرفت، به فاصله 14 ماه شاه را برد و خمینی را آورد. خب دوست عزیز به این نمیگن ژاندارم منطقه، به این میگن نوکر، به این میگن مزدور، به این میگن مترسک سر زمین کشاورزی. شما یه مترسک میذاری کلاغ و ملاغ و اینها ازش میترسن، ولی هر وقت خاصی با ترکتورت که داری میری میزنی بهش، میندازیش لش میکنی میره. حالا شما میتونی بگی این مترسک ژاندارم منطقه است، این مترسک عالی مقامه؟ نبود آقا، گول خودت نزن. شما که تو ارتش بودی، شما که دیده بودی یه مستشار که اومد از تیمسار بیشتر حقوق میگرفت، از تیمسار بیشتر بهش باید احترام میذاشتن، خجالت بکشید. شما ارتشی ها خجالت بکشید که با شما اون رفتار رو کردن. شما باید اولین کسایی میبودین که ور میداشتید اعتراض میکردید و نکردید به ازای چند ارغاز حقوق. و اما ایشون توضیح میده نانوشته نماند. حالا درست شما داری مینویسی، ولی این دیگه رسم شده که میگن ناگفته نماند، حتی در نوشته ها نانوشته نماند که حکومت ایران و نیز حکومت ترکیه تنها سرایدار حکومت جنایت آمریکا، جنایتکار آمریکا برای روز مبادا در جنگ جهانی سوم هستند. امروز ایرانیان دیگر فریب نوکران آمریکا را نخواهند خورد. شما اینو قبول داری؟ اگر آمریکا نوکراش ترکیه و ایران هستن، شما اینو قبول داری؟ همینجا پس قبول داری که آمریکا دروغ میگه به مردم دنیا، میگه ما با آخوندان مشکل داریم؟
من حاضرم یه 10 دقیقه شما وقت داشته باشی مهمون من، بیای به ما اینا رو باز کنی. اگر این آمریکا اینجوریه، شمایی که طرفدار رضا پهلوی هستی چرا بهش نمیگی مرد ناحسابی، اینا بابا تو در به در کردن، چرا رفتی نشستی بغل کاخ سفید؟ برای که شما ارتشی وفادار به ایران نبودید، ارتشی وفادار به شاه بودید که همونم نبودید. بفهم. خب به خوبی میدانند که حکومت دست نشانده ملای آمریکایی نیز مانند شاه برای ساختن یک اتوبان نیاز به گرفتن مجوز ساخت از حکومت جنایتکار و ایرانکار آمریکا دارد. در پایان باید با آن پاسدار چاپلوس و خفیف عرض کنم که من هم روزی منتظر بودم اعلی حضرت محمد رضا شاه پهلوی لب تر کند. یه پاسداری لابد گفته اگه خامنه‌ای لب تر کنه من چنین میکنم و چنان میکنم. آفرین، این قسمت آخرش رو شما درست گفتی، شما به اون پاسداره درست گفتی که آقا این خامنه‌ای که میگه اسرائیل عددی نی، آمریکا عددی نیست، مثل همون صدام حسین که به یه سوزن مثل یه بادکنک ترکید، مثل یه بالون ترکید، اینا میترکن. و شما هم مثل تمام این سرهنگا و تیمسارا و اینها که روزی که مردم احتیاجشون داشتن چه در زمان رضا شاه چه در زمان شاه هیچ غلطی نکردن، شما هم درست میگی و خیلی خوبه. شما به پاسدار اینجوری میگی، قشنگ بگو، بگو همونجوری که من هیچ غلطی نکردم شما هم هیچ غلطی نمیکنی، چون ما به فکر منافع خودمون هستیم. مرسی. باز بریم سراغ علی عزیز. نوشته لطفاً این فیلم را ببینید. علی یه فیلم فرستاده که بالاش نوشته که اگر ایرانی هستی باید این فیلم رو یک بار تماشا کنی و اشتراک بگذاری. آقای علی آقا، اون کسی که احمق بوده یه همچین چیزی رو نوشته شرط کرده که اگر من و تو ایرانی هستیم باید به گفته ایشون این فیلم رو نگاه کنیم، همون حماقتش رو ثابت کرده، باید من و تو بندازیم سطل آشکار. یک، یه فیلمیه که اینو قبلا هم من تو تلویزیون نشون دادم، یه پارکی رو نشون میده توی لبنان سر مرز اسرائیل و این رو ایران ساخته، گویا از اونجا هم رصد میکنه، هم مردم لبنان هم میرن کباب درست میکنن و نمیدونم خوش میگذرن اینها. خب من از شما یه سوال میکنم علی شیرازی عزیز، چه فرقیه بین این آخوند که پول میده به لبنان و فلسطین و حزب نمیدونم حزب الله و اینها و شاه و فرق پول میدادن به فرانسه؟ اقلا اینا که باهوشتر از شاه هستن، اینا به کسایی پول میدن که روز نیازشون اگه خواستن بیان براشون آدم بکشه میاد، خواستن بیان آدم بزنه میاد. شاه و فرق این همه پول دادن موقعی که سپاه دانش ما رادیوش رو شکوند، گفت که آقا من میگم یه تابلو بدید برای این بچه ها چی بنویسم، بنویسیم، میگن بودجه نداریم. ولی فرخانم امروز تو رادیو میگه که آقای هویدا گفته ما به فرانسه کمک کردیم. چرا؟ هویدا هم تو فرانسه درس خونده بود، فرانسوی و عربی رو بهتر از فارسی حرف میزد. چه فرقی کرده برای من و شما؟ هیچ. ببخشید من اینو میگم، شاه رفت شیخ به جاش، میگن در مثل مناقشه نیست، گوه رفت سنده به جاش. اگه کلمه سنده رو بلد نیستید برید توی دایره المعارف ده خدا نگاه کنید. آخه یه چیزی هم بگید که آدم یه چیزی یاد بگیره. همین امروز شما الان سنده رو یاد گرفت. خب ظهر عاشورا 2015 تورنتو، میدان مایل لمستین لستمن، یه هم چیزی نمیدونم چون اسم انگلیسی رو به فارسی نشتن، خب حتما سینزنی و اینها هست. اینو که میدونیم، مال نیویورک شدیدیم، مال کالیفرنیا شدیدیم، چه باید کرد؟ سیاست های غلط انگلیس، سیاست های غلط آمریکا مسلمونا رو از کشورهای خودشون آورد اینجا، اومدن اینجا بیشتر از همه بچه درست میکنن. برید ببینید این چی بهش میگن، تولید مثلشون شمارهاش چنده، مال مسیحی ها چقدره، مال کلیمی ها چقدره. چه باید کرد وقتی میاد تو تورنتو، وقتی میاد این ور اون ور انجمن اسلامی میذاره، نمیدونم محفل های اسلامی میذاره همینجا، همین تو همین منطقه. میدونیم ما چند تا مسجد داریم، شنتیلی مسجد داریم، منسس مسجد داریم، انندل مسجد داریم، توی مریلند مسجد داریم، این چهار تایی که من میدونم.
منی که دین و مذهب ندارم چهار تاشو میدونم، اونی که داره و میخواد بره دنبالش اینقدر، اونایی که گله میکنی آقا چرا برنامه میدی به آقای حسن ارشاد، چرا برنامه میدی به آقای حسن اجلالی، میگن ببین این آقای حسن اجلالی پای باورش وایستاده، آیا تو هم پای باورت هستی؟ آقای شاهرخی شما اگر آقای رضا پهلوی بگه فردا بیاین تو خیابون، میری تو خیابون؟ اگه بگه من دارم میرم ایران، بیا تو ایران، بهش اطمینان داری یا میگی وایسا وایسم ببینم اگه این رفت بعدن میرم؟ یعنی میفهمی که داره دروغ میگه. بیاین بگید، بیاین حرف بزنید. و اما سلام، if you love your country show them to me. بله اینم خیلی جالبه. این ایمیل آقای علی آقای شیرازی من الان برات میفرستم، ولی این دوستمون گفته آدرس منو نفرست برای کسی، میگم چشم نمیفرستم. و این اون ایمیلی که شما نوشتید اگه ایرانی هستید نمیدونم اینو نگاه کنید و اینها، شما اگر ایرانی آمریکایی هستی اینو نگاه کن. این بهترین کاری که این خواننده کرده اینه، میاد توی مراسم کنسرت و اینها میگه if you love your country show it to me. دیدید ما میگیم اگر درست میگی خب به من نشون بده. البته این منظورش اینه، میگه اگر کشورتون رو دوست دارید خانما سینه هاتون رو نشون بدید. خانما هم با ذوق و شوق سینه هاشون رو نشون میدن، خیلی از مردا هم سینه هاشون رو نشون میدن. این هم مثل همون فیلم مال لبنانه، چه فرقی میکنه اون از اون وری شما از این وری. خب ببینیم که این دوستمون چی گفته. آها چرا من این رو برای خودم فرستادم، فوروارد به آقای علی شیرازی، بفهم برات فرستادم، شما این فیلم رو نگاه کن و اگه ایرانی هستی برای دیگران هم بفرست، کنسرت ها که میرین نشون بدید تا ایران آزاد بشه. If you love your country. ساعت 2:57 است، 3-4 دقیقه دیر شروع کردیم امروز برنامه. قبل از برنامه من آقای محمد رزاقی بود از فرانسه، حتما برنامه رو ببینید، جالب صحبتایی که میکنن. چند تا تاپیک مختلف رو پوشش دادن در رابطه با حمله به لیبرتی و درباره اینکه رجوی کجاست، درباره اینکه خانم مریم رجوی دروغ میگه که میگه ما میخواییم اعدام رو به اصطلاح بردارن، از اون ور اینو میگه، از اون ور خودش تو سازمان خودش توی فرانسه توی مهد آزادی میگه که اگه کسی با اینا مخالفن و این کار کردن برید اعدامشون کنید. ضمن این که ناگفته نماند خود فرانسه که مهد آزادی هست و اینها، تا سال 1979 اگه اشتباه نکنم گیوتین رو استفاده میکرد. و دوستان خیلی هیجان زده نشید، همین کشورهایی که مهد آزادی هستن تو همین آمریکا برید تایپ کنید بنویسید، اون خانم سومالیایی که از سال 2000 تا الان 16 سال اینجاست، 16 سال اینجاست، 3 تا زبان میتونه صحبت کنه، رفته توی آیهاب نشسته شام بخوره با فامیلش. خب کازینش و اینها ممکنه جدید آمده بودن زبان بلد نبودن، ایشون با زبان خودشون با زبان مادری خودشون صحبت کرده. یه ردنه که گردن سرخ عقب افتاده که خودش نمیفهمه اونم آمریکایی نیست، تنها کسایی که واقعا آمریکایی هستن یکی مکزیکیا هستن اون طرفای کالیفرنیا، یکی سرخپوستا هستن جاهای دیگه. به این خانم گفته که شما باید انگلیسی صحبت کنی اگه تو آمریکایی هستی. این خانم گفته من 3 تا زبان بلدم ولی اینا فامیل من هستن، باید باهاشون با زبان سومالیا صحبت کنم، با زبان خودمون صحبت. اون احمق مست چیکار کرده؟ این لیوان آبجوش رو میدونید، ماگ یا لیوانای آبجو به این شکله. البته من صبح توش کافی خوردم. چرا کافی رو تو لیوانای میریزیم که نمیبینیم از بس رنگش بده، ولی چای رو تو لیوان میبینیم که چقدر خوش رنگ هست. خلاصه با این آبجوش زده تو صورت این خانم، اگه بتونم عکسش بهتون نشون میدم. تمام 17 تا بخیه اینجا، دماغ و چشم و همه چی. این خانم گفته بابا من فکر میکردم آمریکا مهد آزادیه، من دیگه الان از امروز میترسم. البته یه حسنی داره، هنوزم که هنوزه آمریکا بهترین کشور دنیاست و هنوزم که هنوزه اینجا باز خیلی هاشون از قانون میترسن. همین خانم رو وقتی پلیس دستگیر کرده و گفته نمیدونم میس دوینر از نوع 3 و اینها، اون سازمان های دفاع و اجتماعی حقوق بشر اینا رفتن گفتن نه 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 نه
این نیست، این جنایت هیت کرایم. هیت کرایم اینجا بهش میگن جنایات یا جرم هایی که از نفرت سرچشمه میگیره. اون جرمش با این جرم معمولی که مثلا من سر ماشین پارک کنم، شما آمدی جای من پارک کردی، دعوا کردیم، اون جرمش فرق میکنه، اون اصلا میره توی کاتگوری دیگه. اون جرمش اینه که شما مثلا سیاه هستی، یه سفید اومده بهت گفته سیاه پوست، یا یه سفید بهت یه حرف دیگه زده، اون اینجوری میشه. در صورت امیدوارم که واقعا این کار بشه و امیدوارم یه خبر و پوشش زیادتری بگیره که دیگران هم حساب خودشون رو به اصطلاح بدونن و بدونن که اینجا شهر هرت نیست. خب خوندیم از این دوستمون، دوستی که در رابطه با رضا شاه نوشته بود، منم چون نوشته شما رو فقط کپی کردم و این اسامی که نوشته بودید بعضی وقتا 1, 2, 3, 4 نداره. ما فکر کردیم مثلا اگه مثلا نوشتید اسمت سادات فلان، ما فکر کردیم اسم دو نفره. این دوستان میگن آقا این اسامی که نوشتی که این 4 تا زنه. حالا ببینید چقدر ما بدبختیم که حتی خانم ها میگه خب حالا رضا شاه 4 تا زن داشته، داشته که داشته، شما چرا دروغ میگین میگی 6 تا؟ خانم همون 4 تا داشته، چرا 4 تا زن باید میگرفت؟ محمد رضا پهلوی چرا این همه زن باید میگرفت؟ چرا این همه بچه داشته باشه بعدم به نیست فرزند کمتر آسایش بیشتر؟ چرا دروغ مردم گفتن؟ خجالت بکشید واقعا. خب و اما پاپیرم گفتیم، آقای شاهروخیرم گفتیم، تورنتو و سینزنیرم گفتیم، فیلم این رو هم نشون دادیم. و اما یه دوستی برای ما فرستاده پیتزای چلو کباب در ایتالیا. این رو من دیدم ولی دیگه بدونید ممکنه برای اونا چی باشه، ولی من و شما فکر نمی کنم. البته خدایش بگم روزی که خورشت قرمه سبزی میموند بعد فرداش میخواستی بخوری کم بود، آتیش میکردیم با برنج رو میخوردیم، بعضی وقتا میریختیم لای نون میخوردیم، چقدر خوشمزه بود. این طرف این کار کرده، کردتش پیتزا در ایتالیا، گویا موفق هم هست و اینها. و مهم اینه که شما یک کاری بکنی که اون مشتریات دوست داشته باشن و به این وسیله شما موفق بشید. بریم یه دونه آگهی ببینیم از پتروس، پتروس کبیر، از پتروس هندیمن، و برگردیم با هم برنامه رو پی میگیریم. امروز ساعت 4 بعد از ظهر آقای حسن ارشاد برنامه دارن، برنامه امروزشون فکر کنم 46 دقیقه بیشتر نیست، و پس از اون آقای مینویی، پس از اون آقای شبستری، پس از اون آقای اجلالی، و در طی ویکند ما فقط 6 تا برنامه براتون میذاریم که برنامه های خودمون رو بیشتر شما ببینید. تا اینکه دیدید دیگه فیلم نیاک رو گذاشته بودیم، فیلمی از آقای حمید میرزا آقاسی گذاشته بودیم اینها، و شما دوستانم که حمایت نمی‌کنید، مثلا بگید این فیلم سینمایی رو بذار، این فیلم چارلی چاپلین رو بذار، اینو بذار. یه دوستی امروز برای من نوشته بود آقا من درسته که در کانادا زندگی می‌کنم ولی این نوارای مال آقای انصاری رو خیلی خوشم میاد، مال قرآن و اینها. یه دفعه قبلا نوشته بود، گفتیم خب ایشون مبارک شما باشه، شما مبارک ایشون، خوشحالیم. و امروز برای من نوشته بود آقای سربی شما میتونید سوره یوسف رو برای من بذاری؟ آخه دوست عزیز کجای دنیا، کجای دنیا یه بیننده به خودش اجازه میده که تماس بگیری به یه مجری بیچاره‌ای بگه شما این کارو برای من بکن، ولی اینقدر به خودش احترام نذاره بگه آقا من میخوام 20 دلار حمایت کنم به این تلویزیون، اگه شما وقت داشته باشی این سوره رو نمیتونم پیدا کنم، اینو برای من بفرستید. تازه اینم شرطی نباشه برای اون، یا اصلا بگه آقا اینو برای من بفرست من حاضرم 10 دلار بدم. بابا خرج کنید، کفن که جیب نداره. یه دوستی برای من میگه آقا این فلان فیلمو میذاری رو یوتیوب؟ میگم آقا من 25 دلار میگیرم این کارو انجام میدم. این رو بارها گفتم. یه دوستی داشتیم کامپیوترش خراب میشد، زنگ میزد خیلی هم زود عصبانی میشد، ما کمکش میکردیم، وقت کمکش میکردیم، میگه خدا عوضت بده، خدا هر چی میخوای بهت بده. گفتم والا من به این نتیجه رسیدم خدا هر چی من میخوام بهم نمیده، به همین خاطر خودم فعالیت میکنم اگه چیزی میخوام. ولی شما اگه دروغ نمیگی و هر چی از خدا خواستی بهت میده، دفعه دیگه به من زنگ نزن، به خدا تماس بگیر.
این دوستونم براش نوشتم آقا من امروزم برات اینو میذارم، قبلا هم دو تا ویدیو دیگه گذاشتم اینا، ولی بابا جون من باید پول در بیارم تا زندگیم بگذره. حالا اون تلویزیون احمق بشینه بگه آقا اینا تلویزیون نمیدونم پولکی ان فلان ان، و خودش خدا میدونه از کجاها پول میگیره. ما که الان میایم میگیم، همین هفته پیش بود دوستان نوشتن ما دو برنامه در یک ماه میخوایم، نوشتم نرخ ما از سال 2006 اینه. آقا ما قشنگ کاغذمون نوشتیم اینه، ولی شما زنگ بزن به یه تلویزیونی ببین، بهش بگو من یه ساعت برنامه میخوام، ببین چجوری میچرخونت تو کوچه پس کوچه ها که نمیفهمی کجا بودی، چی گفتی، چی میخوام. بریم برگردیم، بعد این نامه سیاه کل و این دوستان رو براتون میخونم. با هم میریم به سراغ پتروس. اگر کاری دارید که خودتون نمیخواین برق بگیرتتون، بیفتید لوله آبی باز بشه خونتون رو داغون کنه و اینها، این هم بیمه داره هم باند داره. باند یه چیزی که ما تو ایران فکر نمیکنم داشتیم، یه چیزی مثل وثیقه میسپری که اگر شما خونه یه کسی رو زدی خراب کردی از اون پوله بر میدارن، مثل دو تا بیمه است. فکر کنم تو ایران این کار رو حضرت عباس میکرد، میگفتن بیمه حضرت عباس. بریم و برگردیم. پتروس با 25 سال سابقه کار در آمریکا، هندیمن، لایسنس، باند، بیمه، کهن خانه خیش آراستن به از خانه دیگران زیستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمانی، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی با شما صحبت می کند. 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب در خدمت شماست. شماره تلفن تماس ایریا کد 818-209-6052. خب دوستان، ما غیبتمون غیبت سقراست، خیلی کوتاه غائب میشیم، فوری هم ظاهر میشیم، ظهور میکنیم. نه مثل امام زمان هستیم، نه مثل آقای رجوی که به اصطلاح غیبت‌های کبرا داشته باشیم. و اما در دوران خدمتشون در ارتش خوندیم، لطفاً فیلم رو ببینید، دیدیم زور عاشورا رو دیدیم، و اما این فیلم رو هم دیدیم، چلو کباب پیتزای چلو کباب در ایتالیا رو هم دیدیم، یعنی خوندیم براتون. و اما این سیاه کل، میدونید که اون جنبش سیاه کل و اینها، ما خیلی ملت بدبختی هستیم، هنوز جنبشمون جنبش جنگل و سیاه کل و اینهاست، هنوز آهنگمون نمیدونم یار دبستانیه، و خلاصه خیلی عقب افتاده هستیم، کارمون خیلی خرابه، میخواد خوشتون بیاد میخواد بدتون بیاد. این دوستمون نوشته هم وطنان مبارز در اعتراض به بیش از 3 دهه جنایات سیستماتیک این رژیم سرکوبگر با شعار جمهوری اسلامی با هر جناح و دست نابود باید گردد و زنده باد انقلاب، به صف تظاهرات علیه حضور روحانی در فرانسه بپیوندید. از مبارزات کارگران، زنان، جوانان، روشنفکران برای نان و آزادی و نابودی هر گونه ظلم و ستم دفاع کنید. همچنین سیاست‌های ضد مردمی قدرت‌های امپریالیستی در حمایت از رژیم ضد خلقی و جنایتکار جمهوری اسلامی را در افکار عمومی افشا نماییم. زمان ساعت 13 تا 15 روز یکشنبه 15 نوامبر، پس فردا، زمانش پاریس، میدان ریپابلیک. اتفاقا من اون چند روزی که پاریس بودم، همون میدان ریپابلیک یه خیابون این ورترش مثلا پیاده می شدیم ایستگاه ریپابلیک از مترو و قدم می زدیم می رفتیم اونجا آپارتمان، و خدا نصیبتون نکنه 83 تا پله، پله های چوبی انقدی که من اونجا فهمیدم چقدر چاقم، چون راه رواشون اینقدره، بعد هی باید به چرخی. میدونی پله ها اگه صاف باشه یه چوب صافه، ولی وقتی میچرخه یه مثلث تقریبا، و اگه پات درست نذاری
دیگه 83 تا پله، این ساختمون هم حداقل 100 سال بود. ببینید این چوبا چجوری سایده شد و اینها. خلاصه میدون ریپابلیک یادمه، هر روز هم اونجا تظاهرات بود. فعالین چریک‌های فدایی خلق ایران در اروپا، ببینید اینا فدایی خلقن، ولی اگه بهشون بگی 10 دلار بده تا من اینو برای 7700 تا خلق بفرسم، دیگه ایمیل جواب نمیدن. من اینو مجانی خوندم فقط برای که شما ببینید فدایی‌های خلق کیان، مجاهدین خلق کیان. امیدی نیست، امیدی نیست. بیاین اونجا دفاع کنیم. آقای داعی الاسلام هم یه مش پول میگیره، یه مش ماشینی پلاکارت میچسبونه، عکس روحانی داره اعدام میکنه. آقا 37 سال این کار کردید، چی شده؟ اون موقع 10000 نفر میومدید، الان 2000 نفر، 1500 تونم 500 تونم از این سیاهای لولو آفریقایی پول آوردید، 400-500 های دیگه تونم یه مش معتاد ردنک آمریکایی دندون نداره و چی میاد اونجا مشروب بخره، پولی که بهش میدین برای نهار میره میدین مشروب الکلی نیستید. میام عکساتونو میذارم ها. اوکی. و اما من اون روز این نوشته ای رو که در برنامه خوندم که شکی نیست که دکتر فاطمی شخصیتی استثنایی بوده، آقای آریانپور این رو نوشته بود، ولی دکتر فاطمی اشتباه کرد که اگر به مصدق میگفت پیشوا، وقتی شما میگی این پیشوا رهبر، باید اون کاری رو که اون میگه، اون برنامه رو که اون میگه شما اجرا کنی. ایشون رب خودش خودی خودش شروع کرد از جمهوری صحبت کردن و بعد این شک و شبهه رو درست کرد که مصدق که انقدر شاه رو دوست داشت، انقدر بهش احترام میذاشت، انقدر بهش التماس میکرد آقا خودت رو خراب نکن، حکومت نکن، برو پادشاهی کن، لذت ببر، مردم دوستت داشته باشن، گوش نداد. و یه نفر احمقی بشینه تو کالیفرنیا مثلا بگه که مصدق میخواد شاه رو سرنگون کنه، مثل این مهدی شمشیری مردیکه دیوانه. اون وقتا میگفتن یه نفر سنش که زیاد میشه، گفتن در پیری، در جوانی پاک بودن شیوه پیغمبریست، ورنه هر گبری به پیری میشود پرهیزگار. این پیرم شده هنوز آدم نشده. و اما دوستمون نظرش رو خواستم، نمیدونم میتونم اسمش رو بگم یا نه، چون نمیدونم نمیگم. ایشون گفته که ممنونم از فرستادن این ایمیل، با توجه بر اینکه نظر من کاملا با ایشان متفاوت است، امیدوارم ناراحت نشوم. لازم نیست که شخص در زمان دکتر فاطمی با دکتر مصدق زندگی کند تا در مورد آنها نظر بدهد. به کار بردن یک منطق منصفانه در حل مسائل کمک می کند. به نظر من اتفاقا اندیشه و فکر او و تصمیم او درست بوده. اگر کودتا نشده بود، جو در آن زمان آماده بود تا با تشکیل مجلس مؤسسان فاتحه سلطنت خوانده بشود. برای همین هم در آن زمان آمریکا دکتر فاطمی را خطرناکتر از دکتر مصدق می‌دانسته، چرا که همین افرادشان او را با تن تبدار و گلوله در بدن تیرباران کردند تا هرچه زودتر مردم را ترسانده و جو را آرام کنند. با تشکر از شما، من از شما ممنونم، ولی دو تا مشکل دارم. یکی این که ببینید اگر اون سیستمی که شما میگید موفق میشد نخست وزیر حکومت سلطنتی و پادشاهی پهلوی آمده کودتا کرده رژیم رو تبدیل کرده به جمهوری. آقای مصدق کودتاگر نبود. آقای مصدق میگه آقا قانون، همین قانون اساسی رو که دارید، حالا اگه اشکال داره بعد قانون درست میکنید، ولی اجراش کنید. همین قانون مشروطه ای که شما آقای شاه و بابات رو آخوندا کردن شاه، اقلا بهش احترام بذار. اگه شما بپرسی دو نفری که قانون مشروطه رو زیر پا گذاشتن کیا بودن، اولش رضا شاه بود، دومش پسرش بود. حالا خانم نعیه شما هی بگو چرا 6 تا زن گرفت، این 4 تا یا 6 تاشه که من و شما میدونین، خدا میدونه اینا چند تا زن داشتن. ولمون کن، اصلا برای کسی مهم نیست که بچه‌هاش چه غلطی کردن که زناش کی باشن یا چه کار کردن. شما میدونستی وقتی
برادر شاه فوت کرد، جنازش رو کسی بر نمی داشت، شهرداری فرانسه بوده، کجا بوده پول دادن؟ خجالت بکشن بابا اینها. شما که طرفدار اینها هستین گوشی تلفن رو بردارید به رضا پهلوی بگید خجالت بکش که عمود میمیره، مادر بزرگت میمیره، شما حتی پول مردشو رو نمیدید. ما نباید بگیم، اگه شما بگید دیگه میگیم بابا این خود بنده خدا هم دارن میگن دیگه، ما چرا بگیم؟ شما نمیگید، ما مجبوریم حق خودمون رو بگیم، حق شما رو هم بگیم. خب اینم از این. ممنونم. در صورت دوست عزیز من با شما کاملا مخالفم. آقای حسین فاطمی اگر پیرو رحم، میدونید میگن هیچ وقت به چیز نمیگفته دکتر مصدق، میگفته پیشوا، اگر پیرو دکتر مصدق بوده باید کاری رو که اون میخواسته و میگفته و برنامه داشته انجام بده، اگر نبوده باید میرفته یه حزبی جدا درست میکرده، زمان مصدق حزب آزاد بوده، بره درست کنه، روزنامه آزاد کنه، به مردم بگه من جمهوری میخوام، و ببینی کسی میاد دنبالش، نبیاد زیر پرچم مصدق بعد بگی ما میخوام. اینجوری میشه زیگزاگ زدن، زیگزاگ زدن آدم سرگیجه میگیره. متن نامه 3 نفر از رهبران جبهه ملی به محمد رضا شاه پهلوی. بابا این محمد رضا شاه پهلوی غلطه، محمد رضا پهلوی شاه ایران، یا بگی محمد رضا پهلوی دیگه مردم میدونن شاهه، افراد شناخته شده که مثل نخود توی شل زرد هستن احتیاج نیست بگی. من وقتی میگم اوباما قرار نیست بگم نمیدونم چی اسمش، باراک حسین پرزیدنت اوباما. این وقتی من میگم نشون میده من آدم بی سوادی هستم، نشون میده من آدم عقده‌ای هستم. اوباما، باراک اوباما، آقای رئیس جمهور، رئیس جمهور، هرچی، اینا شناخته شده هستن. متن نامه 3 نفر از رهبران جبهه ملی به محمد رضا پهلوی حدود 1 سال پیش از وقوع انقلاب. منم این نمیفهمم چرا حدودش می نیستن. خب اگه تاریخ داره بگن تاریخش اینه که دیگه من و شما ببینیم 11 ماه بوده، 10 ماه بوده. بله اینو قبلا هم نشون دادم، 22 خرداد 1356 تا 22 خرداد 57 میشه 1 سال، خرداد تا بهمن میشه 7-8 ماه، این تقریبا نزدیک 2 سال، حالا بگو 1 سال و چند ماه بوده. میگه که در سال 56 یعنی بیش از 1 سال قبل از انقلاب و در زمانی که خمینی هنوز مهره اصلی انقلاب اسلامی نبود. خب ببینید این کسی که اینو مینویسه نمیفهمه بابا، خمینی از روز اول مهره اصلی انقلاب اسلامی بود، از سال 42، از سال 41، از انقلاب سفید این شروع کرد، به شاه گفت تو شاه قانونی دولت اسلامی ایران هستی. کسی که اینو نمیفهمه، اون وقت از طرف جبهه ملی، از طرف جنبش سکولار دموکراسی ایران مینویسه، اینو باید پاک کنی بندازی دور، اصلا اعصاب خودتم خراب نکنی. حالا نوشتن اونم گوش نداد رفت، ولی شما هم اصلا بلد نیستی چیزی بنویسی، والا ما هم اعصاب خودمون داریم خراب میکنیم، اعصاب شما هم خراب میکنیم. من یادمه وقتی آمدم در آمریکا، چون برادرام در منطقه فارس چرچ زندگی میکردن، خب ما هم اسبابونو برداشتیم و ببخشید رفتیم اونجا دیگه. پس فارس چرچ میشه بگین اولین منزل ما در آمریکا بود. یه ماشین فروشی بود، وقتی میگیم ماشین فروش ما فکر نکنید مثل آقای سعید کاووسی یا دوستان ایرانی که یه خونه یه جایی رو گرفتن 10 تا ماشین میفروشن. این آقای دانبیر ایشون ماشین فروشی داشت، دیلرشیپ داشت، انقدر وضعش خوب بود تمام ماشین های پلیس، نمایندگی ولوو داشت، تمام ماشین های پلیس فارس چرچ سیتی رو این مجانی بهشون میداد. حالا کجا میخوام ببرمتون؟ به اینجا ببرمتون که امروز اگه ایشون شده US Congressman، یعنی نماینده مردم از منطقه 8 ویرجینیا، اون ولوایی که داد به اونها بی نتیجه نبود. جو که بود طرف گفت که چرا معتاد شدی؟ گفت خدا از سر دوستان بد نگذره. اون دوستش گفت البته تریاک خوبم به اصطلاح دخالت داشت. حالا این آقای دانبایر
البته همون موقع یه عده اعتراض کردند که ما آمریکا زندگی میکنیم، چرا پلیسمون باید ماشین سوئدی سوار بشه؟ بعد اونایی که چی بود گفتن آقا برای که مجانیه، شما نمیخوای فورد مجانی بخر بده به اینا، اینا فورد سوار میشن. در اصل تا اون موقع که ما اونجا بودیم ماشینای پلیس فارس چرچ، سیتی آف فارس چرچ، ولوو بود. این آقای دانبیر هم تو همون خیابون رود 7 تو همون فارس چرچ نمایندگی ولوو داشت و اتفاقا من یه دفعه فکر کنم یه ماشین از ایشون خریدم، یه ولوو، و حالا هم شده نماینده مجلس. ویلکام تو امریکا، به قول معروف به امریکا خوش آمدید، پول بدید صندلی مجلس بخرید. اون بدبخت فرماندار شیکاگو الینویز تو تلفن به یکی گفته بود حالا که اوباما از سنا رفت شد رئیس جمهور، صندلیش خالیه، من صندلیشو میفروشم. اونو گرفتن، ولی در حقیقت درست گفت، شما پول میدی صندلی میخری. خب سرکوب اعتراض برحق اخیر مردم آذربایجان را محکوم میکنیم. اون را هم براتون بخونم. کانگرسمن دانبیر رو گفتیم، این آقای سهیلی هم نوشته که روحانی در گفتگو با یک روزنامه ایتالیایی گفت که روابط ایران و آمریکا میتواند عادی شود اما واشنگتن باید عذرخواهی کند. آقای روحانی کوتاه بیا، هم آقای کلینتون عذرخواهی کرده، هم آقای اوباما عذرخواهی کرده. شما هم اگر راست میگید، اگر مرد هستید، اگر انسان هستید، اگر شریف هستید، اگر بزرگوار هستید، شما هم از این همه ملت ایران، از این همه دنیا کارایی که کردید، دروغایی که گفتید عذرخواهی کنید، من فکر کنم دنیا درست میشه. بله، میگه که رئیس جمهور در خصوص روابط ایران و ایالات متحده اظهار داشت یک روز این سفارت ها بازگشایی خواهد شد، اما آنچه مهم است نوع رفتار است. در این خصوص کلید دست آمریکایی است. اینم خیالتون راحت کرد، این یادتون گفت کلید دست منه، به این وسیله میخواد بگه آقا کلید دست آمریکایی است. سرکوب اعتراضات برحق اخیر مردم آذربایجان را محکوم میکنیم. روز جمعه 15 آبان از شبکه 2 صدا و سیمای رژیم جمهوری اسلامی برنامه تحت عنوان فتیله پخش شد که طی آن مردم آذربایجان و ترک زبانان به شیوه زشتی مورد تحقیر و تمسخر قرار گرفتند. در برنامه فتیله یکی از دو مجری برنامه بروس توالت را با مسواک اشتباه می‌گیرد و با بیان کلماتی به زبان ترکی و با یا فارسی با لهجه ترکی چنین جلوه داده می‌شود که ترک‌ها فرق بین این دو را نمی‌دانند. چنین توهین بی‌شرمانه‌ای به مردم آذربایجان در بستر همه تحقیرها و حرمت شکنی‌هایی که توسط گردانندگان نظام دیکتاتوری حاکم علیه مردم ترک زبان به طور روزمره رواج داده می‌شود، باعث شد تا روز دوشنبه 18 آبان، بله این همون با سازمان سیاه کل هست، دوستان فدایی خلق چپ و اینها، و اینها هم متاسفانه درست مثل مجاهدین، درست مثل کمپوزیسیون عقب افتاده کالیفرنیا، هر وقت مردم ایران، یعنی اینها به جایی که روشن فکر باشن، چراغ در دستشون پیشرو باشن، اینها وای میسن وقتی که مردم یک کاری انجام دادن، داد و فریاد که بله ما هم اینجا هستیم، ما هم پشت سر شما هستیم، اگه خبری شد ما هم یک کاری بشیم. توهین شده، مردم رفتن، نما اونا اومدن عذرخواهی کردن، اخراج کردن، اونا خیلی زبله. حالا شما خارج نشستی، بیاین مردم بریم فلان، مردم از ترس این که فردا اگه رفتن بهشون بگن مجاهدن، اگه رفتن بهشون بگن نمیدونم چک به فدایان، نمیرن. شما اگه وجود دارید، اگه هستید، اگه دروغ نمیگید، اقلا خودتون باور دارید که مردم شما رو میخوان، یه روزی بگردید توی تقویم ایرانی، نه تاسوعا باشه، نه عاشورا باشه، نه سیزده به در باشه، نه اول مهر باشه روز مدرسه، نه نهم آبان باشه نمیدونم روز کوروش فلان، بگید مردم امروز به خاطر این نمیدونم سیاه کل بیان بیرون. بهشونم بگین کجا بیان، بشمارید ببینید چند نفر بیان. شماها روزی که بلد بودید، یعنی روز بلد نبودید، روزی که اون شور و جنبش و اینها بود و شما بلنگو دست گرفتید، اسلحه دست گرفتید، نتونستید مردم رو حمایت و هدایت کنید، از حمایت مردم برخوردار نبودید، هدایت کردنشون هم بلد نبودید،
آقا خانم محض رضای خدا به من بگو نا خدا، برید دنبال کار زندگیتون. علم بهتر است یا نفت؟ این را آقای آریانپور نوشته، فرستاده، نوشته توماس فریدمن هست، فکر کنم علی شیرازی هم برای من فرستاده. از هر دوی شما از دوستان زیاد دیگه‌ای که اینو فرستادن تشکر میکنم. وقتی من میخونم اگر از یه نفر تشکر کردم، بدونید اون آخرینی که نگه داشتم الان اومده میبینم. مال شما زودتر بوده نمیخونم، ولی همین که اون مقاله رو میخونم یعنی مقاله شما رسید، از شما هم ممنونم. این بهتر است یا نفت؟ مقاله بسیار خواندنی و پندآموز از نیویورک تایمز به قلم توماس فریدمن، گاه و بیگاه به قلم توماس فریدمن. ایشون نوشته که گاه و بیگاه از من میپرسند به جز کشور خودت به کدام کشور دیگر علاقه داری؟ همیشه یک جواب داشتم، تایوان. و مردم میپرسند تایوان؟ چرا تایوان؟ جواب خیلی ساده است، چون تایوان صخره لمیزرع در دریایی پر از امواج طوفانی و بدون منابع طبیعی برای زندگی کردن است. حتی برای ساخت و ساز باید از چین شن و ریگ وارد کنند و با وجود همه اینها چهارمین ذخایر کلان مالی دنیا را در اختیار دارد، زیرا به جای کندن زمین و استخراج هر آنچه که بالا می آید، تایوان ذهن و افکار 23 میلیون تایوانی را می کاود، استعدادشان را، انرژیشان را، هوش و ذکاوتشان را، چه زن و چه مرد. همیشه به دوستانم در تایوان میگویم شما خوشبخت ترین مردم دنیا هستید. چطور اینقدر خوشبخت شده اید؟ نه نفت دارید، نه سنگ، نه سنگ آهن، نه جنگل، نه الماس، نه طلا، فقط مقدار کمی ذخایر زغال سنگ و گاز طبیعی. و به خاطر همین هم هست که فرهنگ تقویت مهارت‌هایتان را توسعه داده اید، کاری که امروزه ثابت شده با ارزش‌ترین و تنها منبع تجدید پذیر واقعی جهان است. بیچاره مصدق گفت در این چاه‌های نفت رو ببندید و بریم به فکر خودمون باشیم. که حالا آقای مهدی شمشیری واقعا ننگ بر تو میشینه و اینجوری میگه. دوستان نه اینو بهتون نشون ندم. حالا شنیدید که میگن که سیاستمدارا از دو طرف دهنشون حرف میزنن، به این ور میگه مثلا نه، به این ور میگه بله، و شما نمیفهمی منظورش چیه. امروز صبح با بهروز داشتیم یک گفتگوی ایمیلی انجام میدادیم و یه چیزی گفتم نه آقا آخر هفته است و این چیزا، از این کارا نکن، اصلا بنده با شما نیستم. بعد فوری حرفشو عوض کرد، گفتم بابا تو عجب بلایی هستی، تو باید بری نماینده مجلس، نماینده جایی بشی، چون برای دروغ گفتن اینا خیلی کارت خوبه، زود میتونی عوضش کنی، بچرخونیش. خلاصه به خیر گذر. آقای اوباما در چند سال گذشته هی میگه که ما دیگه پوتین آمریکایی روی زمین سوریه، روی زمین عراق، روی زمین افغانستان نمیذاریم. حالا ملت تازه فهمیدن چرا بابا این درست میگه. ولی چیه؟ این پوتینا رو نگاه کنید، پوتینایی که برای ارتش آوردن همش نوشته military footwear made in China، یعنی کفش و اینها. بعد اینم نوشته بابا our president has kept his promise no US boot on the ground. میگه که ببین رئیس جمهورمون قولی که داد عمل کرد، گفت ما پوتین آمریکایی روی زمین نمیذاریم و به جاش پوتین چینی آورده. اینجا میبینید که توی سوریه است. ممنونم از اون دوستی که این رو فرستاد و متشکرم. دفترچه یک تلفن شیرازی اصیل. پری روز یه ایمیلی رو یه دوستی برای من فرستاد، یک یوتیوبی بود از آقای حالو، آقای علیرضا عالی پیام، که خیلی قشنگ راجع به این جوکای ترکی، جوکای لوری و اینها صحبت میکنه. این دوستمونم با آب و تاب توضیح داد که بله باید این کارو بکنیم و اینها. دیروز یه دفعه همین دوستمون که حالا اسمش رو نمیگم برای من یه ایمیلی فرستاد راجع به شیرازیا. بعد بهش گفتم چیه، امروز بیکار شدی، بند کردی به شیرازیا؟ بعد جواب نوشت که من معذرت میخوام،
شما درست میگی و مخصوصا بعد از اون ایمیلی که دیروز فرستاده بود، پریروز فرستاده بود، این ایمیل دیروزش درست همین زد و نقیض بود، یا درست همین کاری که آخوندا میگن انجام نمیدن، پدر روحانی ها میگن انجام نمیدن. یه خانم جوانی رو من یوتیوبش دیدم که شکایت میکنه که تو زندان دوربین گذاشتن و نمیدونم توی بازدیدهای بدنی به ایشون بدرفتاری کردن و به قول اینها تاچش کردن، لمسش کردن جاهایی که نباید. خانم عزیز، توی واشنگتن، توی آمریکا ربای، نه ربای معمولی، خاخام و مبلغ دینی کلیمی، نه معمولیش، کسی که تو دانشگاه کار میکنه رفته دوربین گذاشته توی حمامی، بعد به دانشجوهاش گفته شما باید مثلا برید اینجا غسل کنید دو بار سه بار فلان، ایشون هم مینشسته نگاش میکرده. وقتی که ربای دین کلیمی که خودش رو دین بهتر میدونه، افراد ممتاز میدونه، در آمریکا در نزدیکی وایت هاوس در دانشگاه این کارو میکنه، شما از اون بی سواد بدبخت مسلمون توی زندان که الان شغل نمیدونم چی بگم تجاوزگر شکنجهگر رو داره، شما چه انتظاری داری؟ این انتظارات بالا شما رو خراب کرده. برگردیم به اون دوستمون که گفت ما نباید کاری به اون زمان داشته باشیم. اتفاقا درست میگیم، باید برگردیم، اتفاقا اینو باید برگردیم توی اون زمان و مکان ببینیم چرا مثلا رضا شاه این کار کرده، چرا شاه این کار کرده، چرا خمینی این کار کرده. و الا شما اگه همه چیز رو بخوای با قرن 21 مقایسه کنی که اصلا خراب میشه همه چی. شما باید میگن خودتون imagine you are in his shoes، شما خودتون رو بذارید جای اون توی اون شرایط اینجوری حساب کنید. به نظر من اگه خودم رو میذارم توی اون شرایط، آقای حسین فاطمی اشتباه کرده، دکتر حسین فاطمی با وجود که شخص بزرگی است اشتباه کرده. و اما مصدق و اعتماد، عجب ردیف میشه، مصدق و اعتماد با آمریکا، این رو آقای به نام رامین کامران نوشته. ما یه دو بار ایمیل ها رو زدیم و جواب دادیم و اینها، کسی جواب نداد، نمیدونم همچی شخصی وجود داره یا نه. نوشته اخیراً خامنه ای اشاره ای به مصدق داشت، نه به زشتی بلکه به انتقاد، که جلب توجه کرد و یکی دو واکنش کوچک هم برانگیخت. گفت اشتباه مصدق اعتماد به آمریکا بود، قصد من پرداختن است به سابقه این سخن و دلایل استفاده از آن. اختراع توده‌ای، خب اون یه چیزی گفته و تموم شده و رفته، این آقای چیز دو صفحه نوشته، کی حوصله داره؟ خبرنامه وبسایت آسمان دیلی نیوز به نظر من هنوز باید روششون رو بهتر و بهتر کنن. بیننده‌ای که از روی اینترنت میاد میخواد نوشته شما رو ببینه و بخونه، شما باید قبول کنید خیلی کم حوصله و بی حوصله است و شما باید با روش‌های جدید، با خبرهای کوتاه، تند، مفید، مختصر به اصطلاح اینها رو نگه دارید. و الا اگر اینجوری ادامه بدید، اونا هم مثل من به اصطلاح دل سرد میشن و میرن جاهای دیگه که خبرها رو مرتب می‌نویسن، خبرها رو سرتیترش رو کوتاه می‌نویسن. یه دوستمون راجع به تلویزیون باز کردن و اینها شد، گفتیم والا تلویزیون شما با ماهی 300 دلار، با ماهی 400 دلار، با ماهی 100 دلار، با ماهی مجانی میتونی داشته باشی، ولی منظورت از تلویزیون چیه؟ شما یه وقت میای میگی من یه تلویزیونی میخوام مثل تلویزیون CNN، خب طرف بهت میگه آقا ماهی 1 میلیون دلار. یه وقت میای میگی من یه تلویزیون میخوام مثل تلویزیون پارس، طرف میاد بهت میگه آقا ماهی 70000 دلار. میخوام مثل نمیدونم شهرام همایون، بهت میگه ماهی اینقدر 1000 دلار. میخوام مثل تلویزیون سوربی، طرف میگه آقا ماهی 2000 دلار، ماهی 1000 دلار، ماهی 600 دلار، هرچ. ولی شماها میایین میخواین تلویزیون CNN رو داشته باشید، پولم ندید. ای من رفتم توی مهمونی، یه نفر گفت آقا میتونی مجانی استریم کنی. خب برو مجانی استریم کن. بله درست گفته، لایو استریم، یو استریم، یوتیوب پلی لیست، همه اینا هست. وقت کی میاد شما رو اونجا نگاه کنه؟ وقتی هم آمد کی میاد اگر یو استریم داره دوتا تبلیغ میذاره، وایس دوتا تبلیغ پشتر هم ببینه، میره دنبال کارش. گفت من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملا. و اما نقشه ایران رو نوشته که
از کاه گل و نم نم باران چه خبر، سبز و سفید و قرمز، نوشته آه مرغ سحر، از میهنم ایران چه خبر. خوشخبر باشی از آن بیشه، از آن بیشه شیران چه خبر. پایتخت وطنم حال و هوایش خوب است، از تی یا از تای دست برافتاده تهران چه خبر. خانیاباد و ری و سنگلج و چاله حصار، از جوادیه و دروازه شمران چه خبر. اگه من اسامی این محله ها رو اشتباه میخونم ببخشید، بنده تهران زندگی نکردم، هر وقتم میومدم سعی میکردم با سرعت برق و باد از اونجا خارج بشم. کرج رو دوست داشتم میرفتم اونجا، ولی تهران رو نه، در میرفتم. راستی جاده چالوس هنوزم ابریست، از شمال و مه و از جنگل گیلان چه خبر. قیصر از راه جنوب عاقبت آمد یا نه، از غم مادر و از غیرت فرمان چه خبر. ایشون هنوز تو فیلم قیصره. سینما پوری و فردین و فروزان دارد، سینما پوری و فردین و فروزان دارد، از صدای قمر و ایرج و پوران چه خبر. عشق لوتی صفت هم عشق لوتی صفت و اند مرام است هنوز. این اند مرام، این اندشه، این تازگی تو ایران مد شده. داش اکل چه شد از توتی و مرجان چه خبر. تار شهناز چه سوزی چه صدایی دارد، یاد ایام بخیر از شجریان چه خبر. آیدا مانده در آینه، کجا هست اخوان، بگو از سایه و سیمین غزل خان چه خبر. دل من تنگ قدیم است و صفا سادگیش، آه از کاه گل و نم نم باران چه خبر. قلقل قوری و قلیان و سماور برپاست، میهمان قلقل قوری و قلیان و سماور برپاست، سوالیه. مهمان میرسد از راه، از ایوان چه خبر. لاله بر خاک دمیده است بهار، آزادی است چه شد آخر، بگو از خون جوانان چه خبر. چقدر غرق سکوتی به دلم شور افتاد، نگرانم، بگو از میهنم ایران چه خبر. ناله زد مرغ سحر، آه شرربار کشید، اشکی انداخت به من، گفت که از نان چه خبر. اینم مرغ سحر جدیدن نانخوار شده. اینم شاعرایی که میشینن و شعر میگن. این آقای داور میگفت که میگفت من از این هنرمندا خیلی بدم میاد. بعد میگفت که این نقاشا، حالا باز اقلا میره یه بومی میخره، یه برزنتی میخره، نقاشی میکنه، قلم میخره، زحمت میکشه، بعضیاش خراب میشه، میشینه تعمیر میکنه فلان نا، ولی از همه بیکارتر شاعرها هستن، میشینه شعر میگه و من و تو باید تحملشون کنیم. البته شاعرای خوب هم داریم، همون یکیش فریدون مشیری، خیام که دیگه استاد همه اینها و الی آخر. دوستان عزیز، ساعت 3:38 دقیقه است. بله، دفترچه تلفن یک شیرازی رو ما با وجودی که این دوستمون گفت عذر میخوام و نه، ولی من براتون میخونم و افتخار میکنم که ما شیرازی هستیم. خیلی هم خوشحالم که الان ویدیوهای شیرازی تو رادیو، تو تلویزیون، اینها چپ و راست آهنگای شیرازی داره پخش میشه که اقلا شماها فارسی یاد بگیریم. دفترچه تلفن یک شیرازی اصیل، نوشته آقام اینا، نونسنگکی چهارراه ادبیات، آقای زاره، استای مکانیکو. همینجا غلط، این دوست عزیز ما شیراز درس خونده. امکان نداره یه شیرازی بهت بگه استای مکانیکو. این همین اشتباهی بود که آقای چیزم کرد، کی بود این فرخزاد، و گفت میدون گازو. ولی شما از یه شیرازی سوال میکنی کدوم مکانیک، میگه بابا همون مکانیکو که اومد اینجا ماشین تو روشن کرد، اینجا میگه مکانیکو، ولی نمیگه استای مکانیکو. باید یاد بگیری، همین جوری که نمیشه شیرازی حرف بزنی. بله، قدرت استای قاسم صافکار، استای قاسم صافکار، استای بنو، اینجوری درست میگه، استای بنو میگه،
استای گچکا، مامان جلیل آقو، بانک سیاه، بانک سپه یا بانک سیاه مال حقوقم، بانک ملی شعبه خودم، حسن بچه بزرگو جلیل آقو، حسن بچه بزرگ، نمیگن بچه بزرگو جلیل آقو، والا به جدت همش او نمی کنن. شما بلد نیستی، اگه تازه بخوای میگه بچه گنده جلیل آقو، یا مثلا پیرترینش اینا بچه دستان بیر تو یادت بدم. خیاطی خوبو اصلا همچین چیزی نیست، اصلا همچین چیزی نمیگه. خب دکتر ایزد پنا، دکتر خدا دوست، آموم اینا، عزیزم اینا، آشی کازم آقو، فریبا هما روسخارم خارم، فریبا هما خارم، خواهرم، بله خارم هم میگم، فریده زن دویم، اینجا شما نشتی زن دویدم، فریده زن دویم، فروشگاه رفا، این درست میگی، مرغی ته کوچه، نمیگه مرغی ته کوچه، ولی بهت میگه برو همونجا، شما میگه کجا، میگه آقا همون کوچه که با هم بودیم دیروز، جا داره، هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد. اگه اینجوری بود که من الان بعد 30 سال مثل آمریکایی حرف می‌زدم. هر چی می‌خوای توی مملکت باش، دهنتو باز کنی آمریکایی می‌فهمی تو آمریکایی نیستی. حالا آمریکایی‌ها چون خودشون همه مهاجرن، ولی آلمانی، طرف میگه آقا من اصلا از آلمانی‌ها بهتر حرف می‌زنم، میگم بله، ولی که همه آلمانی‌ها می‌فهمن شما آلمانی نیستی. امکان نداره شما بتونی مثل یه شیرازی صحبت کنی، باید زحمت بکشی، باید صبح بلند شی بری آش سبزی بخری، بیای تو سرما تو گرما بخوری تا آش تا شیرازی یاد بگیری. قاسم آقو، ناهید خانم آرایشگرو، نمیگن اینجوری، مینیسه ناهید خانم آرایشگر، بعد میگه کجا کی بود، میگه بابا اون مثلا ناهید خانم اونجا بود، میگه کدوم ناهید خانم، میگه هم آرایشگرو دیگه، خون چی میگن عرق جبین باید بریزی. تلفن داچی جوادی، شیرازی ها به داداشی میگن داچی، اینو درست میگه. همسایه مغازه کاکام اینا، دوی محمدیم موبایلش، دوی محمدیم دکونش، امو حسامیم، امو غلامیم، امو هاشمیم، ام فرخوندم، دوماد امم اینا، مدیر مدرسه فرشید، مثلا این چی چی، حالا ماهید مدیر مدرسه فرشید، شما که تهرونی هستی به مدیر مدرسه فرشید اگه اسم داداشته می‌نیسی مدیر مدرسه خمشید، خب می‌نیسی فرشید دیگه، مدیر مدرسه فرشید. پارتیو تو ثبت اسناد، اصلا هم چیزی نمیگن، هر کی اینو نوشته من بهت ثابت میکنم شیرازی نیست، فقط مثل شما دو سه سال رفته اونجا فکر کرده شیرازیه، نیست. پلیسو دوست حسن تو راهنمایی، نه هم چیز نمی‌نویسن. شکست بندو تو نمازی، آمپول زنو تو بیمه، یخچال سازو سر زیمنز، خط دیگه خودم یا خودم، دوماد عزیز فاطمیم اینا، نه اصلا اینجوری نیست، الکی نوشتی، بی خود نوشتی. خب اون رو هم براتون خوندم، مصدق و اعتماد به آمریکا، مرغ سحر از میانم خوندم، قلم توماس فریدمن علم بهتر از یا نفت خوندم. دوست عزیزی که به من گفته بودی برنامه هات اونجاش که خوبه جدا کن، قرار شد برنامه های من اونجاش که بده به ما بگی، تو هم در رفتی، حالا فهمیدی مشکل من چی بود؟ مشکل من همینه که تو امروز باهاش روبرو هستی، دو ساعت برنامه رو که نگاه میکنی نمیدونی کجاشو بذاری کجاشو نذاری. شما هر وقت برنامه من نگاه کردی رسیدی به اونجایی که دوست نداری، برو یه کانال دیگه، ولی مال ما رو بذار اون پاز که بعد که میگردی از همونجا شروع بشه، پیدا نمیکنی آقا، کارمون خیلی خراب. خب و اما قرن 13 هم تا اون شایع شد، کلیسا بله دوستان مسیحی، مخصوصا جدید مسیحی، کلیسا آن را نشانه گناهان یهودیان دانست. 12,000 یهودی در باواریا و اشتراسبورگ سوزانده شدند. باواریا این منطقه مونیخ و اینها هست، مونیخ آلمان،
بقیه مرد اصلا مثل که اون آدماش هم باوریان میگفتن بهش، بقیه مردم رو تا اون کشت. قربونه برم، چرا میری قرن 13 قرن 21 همین دو سه سال پیش توی چیز بغل دامینیکن ریپابلیک، چیه این کشور کوچولو، زلزله و سیل و اینها آمد، این احمق رهبر یکی از یه گروهی از این مسیحی‌ها گفت برای که اینها نمیدونم کارهای خلاف دین میکنن و فلان و اینها اینجوری شده. حالا شما رفتی قرن 13 اب نداره، ولی اقلا نشون میده همون قرن 13 هم این خرافات بوده تو مسیحی‌ها. حالا میان قرن 16، پایان قرن 16 برای مدتی جراحی ممنوع شد. پاپ معتقد بود که در روز رستاخیز قطعات بدن نمیتوانند یکدیگر را پیدا کنند. هزاران نفر با این تصمیم پاپ مردند که نکند اجزای بدنشان در روز رستاخیز گم شود، گم شود پیدا نشود. قرن 17 ادعا شد لمس استخوان‌های یک قدیس در فلورانس باعث شفا می شود. زیستشناسی تصادفی کشف کرد که استخوان یک بز است، اما استخوان ها همچنان شفا می داد. انسان ها نادان به دنیا می آیند نه احمق، آنها توسط آموزش اشتباه احمق می شوند. بزرگترین دشمن سعادت و آزادی انسان ها دفاع کورکورانه از عقاید و باورهای غلط است. این رو کی گفته؟ راسل برتنارد، که این نوشته هاش هم همیشه این ورانور هست. خب میدونید که دوستان آبادانی همیشه میگفتن اهل بلاف زدن و قلوف کردنن، و این دوستمون یه جوکی نوشته، نوشتی که کاگو جون به یه آبادانی گفتن ابوالهول را میشناسی؟ گفت ولک میشناسم، بچه آبادانه. گفتن آقا اون تو مصره. گفت ولک چی بهت بگم، بعد از جنگ ما جنگ زده شدیم، من آمدم اینجا، اون رفته مصر، اون رفت مصر، ما رفتیم تهران. گفتن بابا اون مجسمه است. گفت ولک اینقدر بهش گفتم لاف نزن، خدا سنگت میکنه ها، گوش نکرد، خدا سنگش کرده. ممنونم از دوستمون که اینا رو میفرسته. و آقای قربان علی حسین نژاد، مجاهد جدا شده از رجوی، باز نوشته که انتقال 28 نفر از لیبرتی به آلبانی. من نمیدونم به اینایی که جدا میشن از لیبرتی میان آلبانی باید تبریک بگیم یا از یک قفسی به یک قفس دیگه منتقل شدن. اقلن این قفسه در آلبانی است، در فضای اروپا است، در اون شن و گرما و صحرای برهوت عراق نیست. فکر نمی کنم هم تو آلبانی اینا خطر موشک و اینها داشته باشن. اون وقتا شعر می گفتن، می گفت من نگویم که مرا زین قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنید. یعنی حتی اگر قفس یک پرنده رو از جایی که همیشه هست شما ببری به یه باقی، آب هواش عوض بشه، اون پرنده حال هوای بهتری پیدا میکنه. البته ما اون طبع شاعریمون گل کرده بود، میگفتیم که من نگویم که مرا از این قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و درش باز کنید. و اما دیدید که این روزا همه راجع به لاغری و چاقی میگن. بعض وقتا من میرم یه جایی میگه سوربی خیلی چاق شدی یا، میگم چه خوب شد که گفتی، چون من چند مدت تو خونه اون آینه ندارم. خب مرد حسابی، خانم حسابی، ما خودمونو میبینیم دیگه، این چه حرفی که میزنی، به شما چه. anyway، مخصوص زنان لاغر. آیا میدانستید افرادی که هیچ اضافه وزنی ندارند و حتی وزن کمتر از نرمال دارند، بیش از سایرین در معرض ابتلا به بیماری های گوارشی می باشند؟ باورتون میشه دوستان؟ آیا می دانستید به ازای هر کیلو اضافه وزن تراکم بافت استخوانی بدن بهبود می یابد؟ آیا می دانستید ورزش کردن در دراز مدت باعث تخریب بافت پوست و پیری زودرس می شود؟ آیا می دانستید که افرادی که کمتر می خورند عمر کوتاه‌تری دارند؟ حالا اینو کی نوشته؟ نوشته سکینه چاغالوی حسود.
من اول خوندم گفتم این دیگه چیه؟ اگه اینجوری پس همه چاقا باید پوکی استخوان و اینها نداشته باشن. و رسیدم به آخرش، اینه که نتیجه میگیریم بعضی چیزها رو تا آخر بخونیم، ولی الان وقت اون هست که بریم کانادا. تشکر کنیم از خانم شایسته الهامی و ایشون در نشریه هفته قلم میزنن، نه قدم میزنن، قلم میزنن، مینویسن و کار خوبی که میکنن. ترجمه مقالاتی رو که دوست دارن یا ترجمه ویدیوها و اینها رو انجام میدن. اینجوری من و شما اگر مشکل داریم با خوندن انگلیسی و فرانسه، ایشون از این لحاظ کمک میکنه. 19 آبان نوشته شده توسط هفته یا همین نشریه هفته نامه یا هفته نامه هرچ. انتخابات آمریکا و بن کارسون. این آقای بن کارسون میدونید که جراح مغز و اینها بوده، الان دیگه بازنشست شده، آمده کاندیدای یا نامزد ریاست جمهوری آمریکا شده. ماده و ضد ماده و دانش و ضد دانش. خانم شایسته الهامی ترجمه رو با این جمله ادامه میده که بعد از آخرین مناظره جمهوری خواهان در روز چهارشنبه 28 ماه اکتبر، تحلیل های زیادی توسط نمایندگان نویسندگان انجام شده که ترجمه یکی از آنها را در زیر مشاهده میفرمایید. افزایش محبوبیت بن کارسون در میان نامزدهای ریاست جمهوری نشان میدهد که بیشتر جمهوری خواهان، مخصوصا مسیحی ها، بنیادگرا از واقعیت ها جدا افتادند. متاسفانه و اتفاقا محبوبیت همین گروه از نامزدهای انتخابات سال 2016 روز به روز بیشتر می شود. مایک لافگرن روز 3 اکتبر در دو سایت Information Clearing House و Consortium News مطلبی راجع به این موضوع نوشته که ترجمه خلاصه از آن را در زیر می‌خوانید. در حوزه فیزیک ضد و مخالف ماده برابر با هیچ نیست، بلکه ضد ماده است. در حوزه جامعه به نظر اینو من نتونستم جمله رو بخونم، ببخشید. در حوزه فیزیک ضد و مخالف ماده برابر با هیچ نیست، بلکه ضد ماده است. در حوزه جامعه به نظر می آید همین طور است و ضد دانش نجه بلکه ضد دانش است. ضد دانش نجه بلکه ضد دانش است. این امر مسلم که به ندرت شناخته می شود یکی از نیروهای اولیه در زوال فرهنگ سیاسی و شیوه کشورداری آمریکاست. 50 سال پیش اگر از کسی سوال میشد که نخست وزیر بریتانیا چه کسی است یا جنگ ویتنام برای چیست و اون نمیدانست، میتوانست شانه‌اش را بالا بندازه و از کنار موضوع بگذرد و بحث را به ورزش و وضع هوا بکشاند. در حال حاضر اگر شخص مثلا در مورد پیدا کردن کشور کنیا در نقش کاملا نادان باشد، ولی با اطمینان میتواند بگوید که آن کشور محل تولد آقای اوباماست، آن هم بر اساس آموخته‌هایش از کانال تلویزیونی فاکس نیوز است. و یا اویی که هنوز قانون اساسی را نخوانده و هیچ آشنایی با آن ندارد، با عصبانیت میگوید قانونی کردن لایحه‌ای که وسیله دولت به کسانی که استطاعت خرید بیمه درمانی ندارند پوشش رایگان میدهد بر ضد قانون اساسی است. میدانیم این لایحه در زمان آقای اوباما تصویب شده است. این رو خود مترجم آقای خانم شایسته الهامی اضافه کرده. این ماجرا ما را به مورد آقای بن کارسون کاندیدای ریاست جمهوری میرساند. به نظر میآید این فرد ضد دانش در 3 دهه گذشته هرچه توانسته به طور ابلهانه سخن گفته است. مثلا قانون مربوط به کارت سلامتی یا اوباماکر از بردگی بدتر است. این گفته ایشونه. زنانی که سقط جنین کردن مثل کسانی هستند که صاحب برده هستند. اگر یهودی ها اسلحه گرم داشتند می توانستند جلوی کشتار هیتلر و هولوکاست را بگیرند. قربانیان تیراندازی دست جمعی اورگان با رفتارشان باعث مرگ خود شدند
و با این همه سخنها و اظهار عقیده مهمل، نیویورک تایمز به این نتیجه رسیده که آقای بن کارسون در نظرسنجی ها از دونالد ترامپ جلو افتاده است. ظاهرا دونالد ترامپ نظرات احمقانه کافی برای سلیقه گروه بزرگ طرفداران آقای کارسون نداشته است. مایکل تاماسکی روزنامه‌نگار کوشش کرده است که به این سوال پاسخ بدهد که محبوبیت بن کارسون نشان دهنده چه چیزی در مورد مردم آمریکا است. او برای جواب آن سعی می‌کند این سوال را در مورد خود بن کارسون بکند. او میگوید چرا یک جراح مغز که توانسته در کارش انقدر موفق باشد در یک حوزه دیگر مثل یک حالو و احمق عمل میکند؟ و جوابی که به این سوال دارد این است که معمولا زن و یا مردی که در پزشکی یا وکالت یا هر رشته دیگری با آگاهی دانش در آن شغل به طور ثابت قدم پیش رفته و با تکرار آن به درجات عالی نائل شده، فکر میکند میتواند در حوزه های دیگر هم موفقیت به دست آورد، در حالی که این مسئله لزوماً نمیتواند واقعیت داشته باشد. ما به جراحی نیازمندیم که مهارتش در درمان درد بوده و بتواند درد را از تن یک انسان در حال مرگ بیرون بکشد و پاداش او باید متناسب با آن باشد، ولی مسلماً مهارت او در کارش نمیتواند از او یک ولتر اندیشمند فرانسوی بسازد. وقتی که آقای بن کارسون اعلام میکند تئوری تکامل یک شوخی و فریب بوده، باید از او پرسیده شود باکتری مقاوم به آنتیبیوتیک در بیمارستان از کجا ناشی می شود. توماسکی با ناباوری ادامه می دهد که چرا اظهار نظرهای برخواسته از ناآگاهی بن کارسون و حتی پاسخهای ناشیانش به سوالات روزنامه نگاران محبوبیت او را افزایش می دهد و رأی مثبت بیشتری را به طرف او سرازیر می کند. چه بر سر مردم آمریکا آمده؟ ضد دانش و ضد آگاهی زمینه به وجود آمدن ضد خردگرایی و ضد بصیرت است و ضد خردگرایی باعث احیای بنیادگرایی می شود. این موج فرهنگ سیاسی ما را تهدید و به فرو رفتن در باتلاقی می کند که مشابه آن در دهه 70 باعث بالا آمدن افرادی مثل جری فارور و یا پت رابرتسون، اون شخص احمقی که دنبالش میگشتم در رابطه با کشور هیتی شکر خورده بود، این آقای پت رابنسون بود و بنیادگذاری در شخصیت و سیاست و تاکتیک و سرنوشت آنها در بزرگترین حزب سیاسی آمریکا یعنی جمهوری خواهان ترکیب و با آن یکی شد. حال اگر این نیروهای ضد دانش و آگاهی قدرت را در حکومت قبض کنند آسیب و ضربه واقعی به جامعه وارد خواهد شد. نمونه آن در ویرجینیا اتفاق افتاد، چون نظرات علمی و آکادمیک که استاد دانشگاه ویرجینیا با نظر دادستان آنجا مغایر بود، دولت محلی احضاریه‌ای به او فرستاد. نمونه آن زیاد است که ما را باز هم به خطرناک بودن نظریات بن کارسون و نظریه های ارتجاعی او میرساند. دوستان میدونید که من مقالات رو هرقدر حتی خلاصه هم باشن تمامش رو نمیخونم، ولی این مقاله به دلیل اینکه خیلی جالب بود و باید دربارش فکر کنیم که چطور میشه که یه دکتر جراح مغز میاد این حرفا رو میزنه و افراد بنیادگرا دنبالش هستن. اینو اگه خواستید شما هم میتونید درباره صحبت کنید. از اینکه با ما بودید بسیار ممنون و متشکرم. تا 2 دقیقه دیگر برنامه آقای حسن ارشاد پخش میشه، بعد از اون آقای مینویی، بعد از اون آقای شبستری، بعد از اون آقای اجلالی، بعد از اون آوا، یعنی دوباره برمیگردیم از 12 ظهر امروز آوا، سوربی، ارشاد، مینویی، شبستری، اجلالی. 6 تا برنامه داریم، شما هم ببینید و به دیگران معرفی کنید. روز روزگار بر شما خوش، آخر هفته خوبی داشته باشید. به امید دیدارتون دوشنبه.